ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته دوستان عزیز ارزی سلام او احترام بسم الله الرحمن الرحیم باز هم خدمت شما هستیم و بالای اوزای جاری افغانستان صحبت خود کردیم آنچه در افغانستان میگذره و چی نیست که نمیگذره دوستان عزیز رویدادهای اخیر افغانستان یقینا در طول چند روز از چهارشنبه تا این دم شنیدید و دیدید و از طریق رسانه های داخل افغانستان به گوش و چشم رسید متاسفانه افغانستان در خون باز هم غرق شده و غوطه‌وار گردیده افکار همه را باز هم ملول و متاثر ساخته خواب از چشمان بسیاری ها گفته بعضی ها پرانده و یقینا افغانستان یک کشور ماتم درد و اندو و مصائب گردیده نمیدانیم از کجا آغاز کنیم و چی عرض بداریم دوستان عزیز چهارشنبه طوری که دیدید در چارایی زنبق البته انفجار یک ترک حامل مواد فضلی کابل که البته باید نقل میکرد پر از مواد منفجره و انفلاق از او یا انفجار باعث بیش از 100 نفر کشته و در حدود 400 یا 500 نفر زخمی به جا گذاشت یک وحشت بار آورد در افغانستان متعاقب مظاهرات یعنی آغاز گردید علیه برکناری چند تنی که البته در لست چند تن از مظاهره کنندگان قرار داشت باید در جوار ارگ ریاست جمهوری مظاهرات برانداختن و بالاخره توسط قوای امنیتی افغانستان شلیک شد و 3-4 نفر یا 5 نفر جان باختن و افراد که برای حق مردم افغانستان صدا بلند کرده بودند جوانان ما به خون افتادن و به تعقیب آن در مراسم تشییع جنازه خاکسپاری پسر معاون سنای افغانستان آقای عالم زدیار البته 3 انفجار صورت گرفت و تعداد جان باختن و زخمی با جا گذاشت و یک وحشتی را بار آورد به هر حال این 3 حادثه پی هم مصیبت بار بوده و وحشت زا بوده و یقینا آشوبگران و حراس افغانان سخت حراس افغان در دل مردم و افکار همه ما را حراسان ساخت و جگرخون ساخته به هر حال ما خود ما شخصا دوستان عزیز در اون مراسم تشییع جنازه وقتی صدای الله اکبر بلند شد بار دوم و همزمان با او انفجاری صورت گرفت یقینا برتان عرض کرده میتونم که گریستم بسیار سخت زیر احساسات قرار گرفتم که با نام خداوند و در تشییع جنازه یکی از افراد و اشخاص همزمان با صدای الله اکبر انفجار صورت میگیره و قتل و قتال و مصائبی را با خود داره قابل گریستن بود از این نمیدانم چی میتونه بدتر شود یعنی به حد فاجعه بار شده افغانستان به حد مضحک گردیده که همزمان با نام خداوند لایزال قتل نفس صورت میگیره و اسم از او جهاد و مجادله و مبارزه علیه حق علیه باطل خطاب میشه به هر حال در جهاد ما در مبارزات ما سیاست شوم و دسته شوم سیاست جهانی نهفته است دوستان عزیز آنچه در افغانستان صورت میگیره مهندسی از او از دورهای دور از کشورهای امریکا و اروپا صورت میگیره معلولات از او را شما در افغانستان میبینین علت در یک جای دیگری است برای اهداف دیگران انفجارات صورت میگیره و قتل و قتالی که در افغانستان یقینا به پیش میره و مردم افغانستان سخت صدمه دیدن البته علل عمده از او همی کشورهای وحشت افغان و حراس افغان که یقینا ما جایی که یک طالبه یا یک داعشه یا یک القاعده ای را به حساب
حراس افغان خطاب کنم و می کشورها بسیار سخت حراس می افغانن در عرصه جهانی در قلوب مردم در دل مردم و هر کشوری را می خواهند زیر سلطه خود قرار داشته باشند هستی و نیستی از اونا را یا هست و بودی از اونا را به اغما برده و مردم از اونا را به خون می کشانند و بحران می آفرینند و در لابلای بحرانات چی در عراق و چی در سوریه و چی در افغانستان و دیگه اکنافی از جهان اینا اهداف شومی در اون نهفته است. افغانستان هم محل جنگ های ناخواسته بوده و اطفال افغانستان جوانای ما و عسکری و نیروی امنیتی جذب میشن با یک حساب خریده میشن با یک پول ناچیزی در برابر چند نفر اپوزیسیون طالب یا داعش که خود توسط امینا ساخته شده و بافته شده و به جنگ سوق داده میشن. یعنی هر دو جانب توسط اینا کنترل میشه و تامینات یا مهمات نظامی از اینا تامین میشه توسط از اونا و بیلانس جنگ توسط از اینا کنترل میشه. به هر حال یا ثانیه همچنان دوام خواهد کرد و هفته گذشته که در خون غوطه‌ور بود ما سالهایی است که افغانستان در خون غوطه‌ور بوده و چهره ها و کسایی را که شما امروز بالای استیج ها میبینین هر کدامی از اونا آرنج از اونا گفته بعضی ها تا آرنج دست از اونا خون پر هست و یعنی در قتل و قتال و هزارها هزارها آدم امینا دست داشتن در تاریخ مختصر افغانستان بگویم در حدود 35 سال اخیر چی در جنگ های داخلی و تا این دم از مزایای پولی و دارایی های مردم افغانستان در چول و چور و چپاول و شبگری اینا دست دارن و به حیث ایجنتان بیگانگان عمل می دارن علیه ملت بخون خفته افغانستان. به هر حال دوستان عزیز دو انفجار پی هم خواستم اگر شما میدانم هر کدام شما تلویزیون دارین و دیدین تماشا کردین به حد فاجعه آفرین است به حد تأثیر آور بوده. اما تو که عرض کردم خصوصا تشییع جنازه پسر آقای زیدیار وقتی با الله اکبر و اسم خداوند لایزال انفجار صورت میگیره از او بدتر شده نمیتونه قابل گریستن است به حد ملالاور هست که هیچ حد نداره. توجه داری؟ از حمله بر مراسم نماز جنازه پسر معاون مجلس سنا که عضو جمعیت اسلامی نیز است، جمعیت اسلامی نشست فوق‌العاده برگزار کرد. صلاح الدین ربانی در فیسبوکش نوشته است که موضع خودش را در برابر حراس افغانان داخل نظام به زودی اعلام خواهد کرد. کسایی که دعوا میکنن که در داخل نظام یعنی منظور در داخل حکومت طالب وجود داره باید اونا ایرا ثابت بسازه و مطابق او حرکت شوه. محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا میگوید که طالبان بر مراسم جنازه پسرش حمله کردند اما وی تاکید میورزد که حلقه های در داخل نظام نیز در این حمله با حراس افغانان کمک کردند. با یقین کار طالبا و کار حلقاتی است که
به طالبان ارتباط داره و توسط پاکستان رهبری میشه و هر روز مردم ما را هدف قرار میده. تا کنون جزئیات نشست فوق‌العاده جمعیت اسلامی روشن نیست، اما عطا محمد نور والی بلخ در صفحه فیسبوکش نوشته است که یک هیئت ده نفری برای گفتگو با عبدالله عبدالله تعیین شده است تا با وی گفتگو کنند و از او بپرسند که آیا در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد یا در کنار آنانی که مردم را برگبار بستند. کریم خلیلی، معاون رئیس جمهور پیشین که به دیدار معاون مجلس سنا رفته است، این حمله را حمله بر وحدت مردم افغانستان می داند. مخالفین عزت، وحدت، همدلی مردم افغانستان که از این قضایا لذت می برند، عامل قضایا است و هر نامی که باشند از دید ما مخالفین عزت و دشمنان وحدت مردم افغانستان هست. در نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملی نیز این حمله از موضوعات محوری بود، اما منابع میگویند که اعضای جمعیت اسلامی این نشست را تحریم کردند. در این نشست تصمیم گرفته شد کسانی که در تامین امنیت مراسم نماز جنازه سهل انگاری کردند باید مجازات شوند. چهار روز پسین برای کابل و کابلیان روزهای خونباری بودند و در آخرین مورد بررسی ها نشان می دهد که مردان انتحار کننده از زابل به کابل انتقال داده شده بودند و اعضای خانواده ایزیدیار میگه که برنامه دفن کردن سالم ایزیدیار در حدود 12 ساعت قبل از این انفجارها ریخته شده بود. فنامه تو بود دوستان عزیز، دو انفجار پای هم سخت تکاندهنده بود. در این رابطه تبصره های مطبوعات ما یکی پای دیگر چند میز مدوار تعقیب داشتم. توجه ما را تبصره آقای جبار قهرمان جلب کرد و در یک نشست در زمره چند نفری که دعوت شده بود در طلوع جلب کرد و جالب یعنی صحبت کردن. واقعیت امر همی است که ما دشمن خود در خانه می پالیم در حالی که او در بیرون است، دکمه ها در بیرون است. عاملین بدبختی ها را ما آدرسی از او را گم کردیم و علیه یک دیگر قرار گرفتیم که نمیدانم جمعیت سو حزب اسلامی، سو حزب وحدت سو اینا با هم پشتون و تاجک و ای عناوین به حساب روی کار آورده و تحت امید دعایه علیه یکی دیگر افتادیم و یا ای که چند نفر استعفا بتن و باز استعفا دادن و اینا بسیار خرسند شوند که گویا در افغانستان صلح و پیس برقرار میشه. این حرفا ما را به او مشغول ساخته. در این رابطه صحبت جبار قهرمان موارد میدانم و بسیار جالب و بیپرده صحبت کردن، واضح واضح پوسکنده، یعنی عاملین جنگ بدبختی های افغانستان یکا یکا تشریح کردن. توجه بدار تا یو پیخو تا پکتو سره کراشو دقیقت اقلا نتیر برزی پیخ تمگو تاسو گرو ده جنازه پا مراسم و بانده ده زانمرگ و بریدون و تر سرکوال و اجرار ریاست هم وی چی ده تخپلا ده پکتنی وار موضوع ده چی چر دول دقیقت دره زانمرگ ری جنازه منزه اداکول و زایت دوی زان رسوی و اغل تا ده خلق و جوان داخلی و اغا مراسم سر خرابوی اول کراشو دقیقت طول و پیخو ده زیگه دو اساسی علت و لامت هست بولی. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لیدونکو ته، ماشمی خور ته، تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ما او تا په دغه میزونو کې خورا ډېر پر دې مسایلو بحث کړی چې زموږ په کور کې یو نړیواله جګړه ده، که د مځکې په کوره کې دا مملکتونه 109 دوی سی زموږ په کور کې په دې جګړه کې زی داخل دي په شکل د اشکال، څوک یو طرف ته، څوک بل طرف ته. وخت کې چې د جګړې عمق دومره جور وي چې یو نړیواله جګړه وي، هغه هم استخباراتي او غلچکۍ او اوپراتیفي جګړه وي، نو دغسې پیښې بیا د سوال وړ دي هم نه اصلا چې سړی ته باید سوال پیدا کړي. دا اوله پیښه هم نه ده، داسې تاسې د ډېرو پیښو شاهدان یاست په مساجدو کې، په اماکن نورو مقدسه اماکنو کې، په ودونو کې، مثلا په نورو
ډیرو داسې ځایونو کې چې هلته اصلا د هیڅ اصولو سره سمون نه خوري، ولې موږ د داسې شیانو شاهدان یو او دا به اخري هم نه یې سعادت ګله، تر څو موږ افغانان اصلي نکتې ته ځیر نه سو. موږ خو دلته اوس یو بل پر سر سره وهو، څوک خپل نظام پر سر وهي، څوک یو طرف پر سر وهي، څوک د طالب په نامه باندې یو ګونګ ادرس پر سر وهي، څوک د داعش په نامه باندې یو ګونګ ادرس پر سر وهي، څوک د القاعدې په نامه یو ګونګ ادرس مطرح کوي. ولې اصلا حقیقت دا دی چې موږ باید د جګړې اصلي خاوند ته ځیر سو، چې د جګړې خاوند څوک دی. دا جګړه د چا ده؟ دا جګړه د افغانانو ده، دا زموږ ده. آیا دغه زموږ امنیتي نهادونه دومره ظرفیت لري، د دوی سره دومره امکانات او توانمندي شته چې د دومره یو لوی او خطرناکې جګړې په منځ کې د دوی وتوانېږي د هغوی د مهار دپاره د دوی توانمندي ولري؟ دا منطقي نه ده. دا پرون ما پارلمان کې اول سهار ولاړم، ما یو کار وکړ، د ډېرو ورونو خوندو سره مې هلته مې ورکه به مې مخته ورته کښېښول. ما ول ورونو تاسې دا ورکه اول ولولئ، بیا که چیرې درته معقولیت یې درلودې بیا پر دې امضا وکړئ. تی راسئ چې موږ پر اصلي نقطه تمرکز وکړو. دغه یو بل متهمول، دغه یو بل نپی کول، دغه ازارات چې زه د دې خلکو اورم چې احمد دې لرې سي او محمود دې لرې سي، کاشکې دا مشکل په احمد او په محمود حلېدلی. نو دا خو دا لړۍ 15 کاله کېږي چې روانه ده. اما قربان صاحب، ولې دغه جګړې چې تاسو کوم شناخت ځینې لرئ او کوم تعریف چې تاسو ځینې درلودئ په افغانستان کې، ولې په ډېره کمه کچه دغه ډول خلک د دغه جګړې څخه دغه تعریف یا دغه شناخت لري؟ زه به تاته اوس درازم دې خبرې ته. ما دا وکیل صاحبانو ته وویل، بلکې داسې حکومت د بعضې ملحوظاتو، د بعضې مجبوریتونه، بعضې سیاسي ډیپلوماتیک غرپونو په اساس باندې شاید دغه موضوع دغسې لوڅه مطرح نه کړای سي. ستاسې سیاسي رهبران، لیډران د بعضو وابستګۍ پر اساس کیدای سي دا موضوع لوڅه مطرح نه کړي. تاسو د ملت استازي، د ولسي جرګې غړي، د سنا غړي، که وتوانېږئ مدني ټولنه هم درسره ملګری کوي، علما هم درسره ملګری کوي، دغه د ښځو بخش هم درسره ملګری کوي. ولاړ سئ، اول دې ملل متحد سره موضوع مطرح کړي. چې ملل متحده، تا اول دا خپل تعریف ماته وکړه، آیا ته تنها د ناظر په رول کې او که تصمیم ګیرندام یې؟ ما خو پرون ته ولیدلې چې کله ستا برجونه هلته ونړېدل، په دې سبا باندې ستا په امنیت په شورا کې تصمیم ونیوئ پر ما د تیاري او لشکرې راکومانده کړلې. آیا دا زما کور ته نه وینې چې هره ورځ زه په بمونه الوزول کېږم؟ آیا په دې کې ته د تصمیم نیولو صلاحیت نه لرې صرف د ناظر په رول کې؟ بیا دې ورسي د نړیوالې ټولنې سره په راس کې د امریکا سای امریکایانو سره دې خبرې وکړي چې و خلکو، آیا تی نه پوهېږئ چې دغه ټانکر د کومه ځای راغلی؟ آیا د دغه د سوکو ادارې مرکز چیرې دی؟ آیا د دغه تمویلوونکی چیرې دی؟ خو دغه کابل خو ستا تر کمرې لاندې دی. ته د دغه ټانکر دغه ستا پر دغه ځای چې امپلاق کړی دی، ته د کمرې بیرته پر شا بوزه ته ماته دستي هغه کور را په ګوته کولی سي چې د دغه کوره راوتلی دی. تی ولې دا معامله په ګونګه وي؟ که تی زموږ و مرګ ته سودا یې، موږ وژنئ، نو بیا موږ ازیر دې ته چې موږ هره ورځ دوه سوه درې سوه خلک تی ته په نوبت راسو، چړې به هم درته راوړو، موږ ښه حلال کوي، فلمونه راسره ډکوي، خپلو بچیانو ته لیږي، که تی ته دغه شی خوند درکوي. ولې که ستی شعار انسانیت یې، ستی شعار شرافت یې، نو خو موږ هم دغه خاکي کورې انسانان یو، ولې زموږ په برابر باندې؟ آیا تاسې صرف د ناظر په رول کې یاست؟ ورسئ دغه جنرال چار ستارهیي سره وغږېږئ چې تاره ورځ توپونو ټانګونو تیارې راغواړې. دغه خپل په بیچاره د خواس په عسکرو پسې لګېدل یاست، دا د خواس په جنرالانو باندې پر سر یې وهئ چې دغه بیچاره تبراک ته وګوره، دغه د خواس دریشي ته وګوره. او هغه اصلي جنرال چې دلته د توپو خاوند دی، دلته د تصمیم نیولو خاوند دی، دلته د څار خاوند دی، هغه ته نه ورځئ؟ درست دی که حکومت مشکلات ولري، ستاسې رهبران که مشکلات ولري، ولې تاسې د ملت دا ستاسې په صفت دا ما په اتیاو نفرو باندې دا شی امضا کړي، بیا مې رئیس ته ورکړي، مال قرآن ته وګوري، دغه ملت لږ قرار کړي، دغه ملت یو د بل په وهلو په ټکولو کې مه مصرفوئ. تاسې لارې غلطي کړي دي، تاسې نور هم دا ټولنه بدبختۍ ته بیایست، تاسې نور هم دا ټولنه د بدبختۍ کندې ته غورځوئ. که تاسې واقعا د دغه ملت استازیتوب کوئ، راسئ چې موږ اصلي د جګړې خاوند ته ورسو. ته چې ګورئ تاسې دغه رئیس جمهور
دا لیسته کې ادامه کوي دا ډاکټر عبدالله ادامه کوي اوس و تر واخله دغه حکومت د دوه درې کسه دي چې دغه اتمر دي ستانکزی دي رئیس جمهور دي نور څوک حکومت نه دی دلته قربان موسم دغه ګونګ ادرسونه دغه یو پر بل تورونه لګول دا د مشکل مداوا نه بلکې د مشکل ازدیاد باعث کیږي اوس که موږ لږ سړیتوب کړی وای دغه اول پیش باندې ماکس کړی وای چې ورور دغه بم چې وچاو دی د دغه بم مسله چې منی معلومه کړی په معقولو مغزو باندې موږ بلې خواته نه ځو شه موږ ولاړو تشنج ته وخت چې موږ تشنج ته ولاړو سړی مړه سول سړی چې مړه سول دا مو یو وړلې درې ته بېرته راپسې راغله په ادراکې پسې مړه کړو که چیرې موږ د معقولیته کار اخیستی وای ولې به زموږ دغه الکوال مړه کېدلی ولې به په جنازه کې پر موږ باندې انتحار کېدلی خو دا ټول عمر موږ از بد بدترې خواته ځو فقط احساسات دي فقط دغه غولوونکي ادرسونه دي یو احساسات څرګند دي طالبان ادام کوي ولاړ سي داګر په دا مابس کې ادام کوي ستې مشکل نه لی در څو د طالب پاپریکا د منځه یونسی څوک دې د پاپریکې خاوند دا احساسات زموږ مشکل نه لی زه پر ټولو طرفو غږ کوم چې راسي قربان مو لږ ساړه سي اصل نکتې ته به ګرده متمرکز سو ام به دولت امکانات ام خپل امکانات ور به سونه دې سور بریتو سره به خبرې چې کاکا سور بریتو قران ته وګوري لږ سر پکړه ډیره مننه کوم سلامات سي اش می سيستاس په نظر باندې دوستان عزیز صحبت آقای قهرمان یقینا واقعیت امرامی است که مشکل در بیرون است و ما در داخل علیه یک دیگر گله ها داریم همه در رکاب استثمار و استعمار بگویم قرار دارن و برای خواسته های از اونا کار میکنن افغانستان استقلال هم نداره یک حکومت برای مردم هم در اونجا استوار نیست برای امیال دیگر و اهداف دیگر با پول دیگران این حکومت به پیش میره و چند حزب وطن فروش که چون جمعیت اسلامی و حزب اسلامی وحدت اسلامی سیاف و غیره کسانی که در دامان پاکستان به حساب پروریده شدن در دوران جهاد و بعد در جنگ های داخلی دست داشتن و آدم کشی کردن امروز در همی مجالس و گرده همایی ها که جمعیت اسلامی گرده همایی داشتن و پسر برهان الدین ربانی در اونجا خواسته های خود بیان داشت که برطرفی یا برکناری مشاور امنیت و رهبری از او پیگیری سه قضیه توسط حکومت و ای که پیمانی که میان جمعیت اسلامی و آقای اشرف غنی برای تأمین حکومت وحدت ملی دستخط شده به او مواد توجه نگردیده در این راستا بالای همین مسائل نشقار کردن و گله های داشتن و به گمان ای که انفجار یک توطئه علیه جمعیت اسلامی بود چون تعداد کثیر جمعیتی ها در این تشییع جنازه پسر آقای علم ایزیدیار که او خود یک جمعیتی هستن اشتراک داشتن تا همه را نابود بسازه و یک سره از شر جمعیتی ها خود برهانن مگر نمیدانم قضا را که خداوند چی در تقدیر داره بینی یکی از اینا خون نشد یک چند تا از اینا شاید زخمی شده باشن جان به سلامت بردن مگر بسیار سخت وحشت زده و جگرخون هستن که گویا گلمی از اینا را در حال جمع کردن هست و از یک جانب علیه از اینا توطئه برا افتاده در همی مجامع بسیار به حراس هستند به هر حال این مجلس می خواهیم که مصطفی جان امروز در یا دیروز در کابل دایر گردیده بود و با خود پیامان داشت و جالب بود به عقیده ما یعنی هر کس غم خود داره که جمعیتی ها باید نابود نشوند و در معرض خطر قرار دارن و بقای از اینا و اندی از اینا ای که ملت افغانستان با سرنوشت از اونا چی بازی های صورت میگیره برای از اینا بسیار مهم نخواهد بود توجه بدارین مجلس و گرده همایی را که توسط آقای برهان صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان خبر امروز است آقای مصطفی خان میدانم که چی ارز کنم دوستان عزیز ما آقای سید هارون پاچا را هم از افغانستان داریم که البته لطف میکنن گاه گاهی
از اوزای افغانستان ما را با خبر می سازه و مشکلات افغانستان و هنچه در رویدادهای اخیر به اساس یک چشم دید و ای که در داخل افغانستان قرار دارند. امیر پلیک و مصطفی خان. کشور از حکومت می خواهد که مشاور امنیت ملی و تمامی مسئولان نهادهای امنیتی را بیدرنگ بر کنار بسازد. صلاح الدین دبانی حلقه هایی را در درون نظام به کاری با طالبان متهم می سازد و می گوید که حملات انتحاری در تپه بادامباغ کابل به هماهنگی با این حلقه ها امکان پذیر نبودند. آقای ربانی می گوید که این حمله برای قتل گروه از اعضای رهبر جمعیت اسلامی تحریزی شده بود. رئیس جمعیت اسلامی می گوید که حکومت باید طراحان و عاملان رویدادهای 5 روز اخیر را شناسایی نماید و به کیفر برساند. نخستین نشست جمعیت اسلامی پس از رویدادهای مرگبار چند روز گذشته در کابل است. این حزب پس از نشست‌ها و گفتگوهای درون گروهی موقفش را در برابر حکومت اعلام می‌کند. جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان شریک حکومت وحدت ملی عملی شدن 3 خواست مشخص را با قاطعیت می‌خواهد. 1. برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول به جای آنها. 2. پیگیری شفاف حوادث خونین روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه شهر کابل و به دادگاه معرفی کردن عاملین و دستوردهندگان این حوادث. 3. تطبیق کامل موافقتنامه حکومت وحدت ملی. اما حکومت این خواسته ها را به دادگاه صحرایی تشبیه می کند. ما خود مثل طالبان نمی خواهیم که در مورد هر کس محکمه صحرایی کنیم و یا یک اقدام بدون بررسی انجام بدیم. هر رویدادی که صورت میگیره، چه رویداد چهارای زنبق بوده یا رویداد روز جمعه بوده یا رویدادهای دیگه بوده، بررسی شود که چی کس در کدام سطح مقصر هست. آقای ربانی میگوید که عبدالله عبدالله باید از این خواست جمعیت اسلامی پشتیبانی کند و ای هشدار میدهد که اگر خواستهای این حزب سیاسی برآورده نشوند، جمعیت اسلامی در رایزنی با جریانهای سیاسی دیگر در این باره تصمیم خواهد گرفت. رهبری ادارات امنیتی حکومت وحدت ملی از کفایت و اراده لازم در جهت تأمین جان شهروندان کشور و مبارزه علیه شبکه‌های تروریستی برخوردار نیستند. حلقه ها و کسانی در این نهادها وجود دارند که ممکن است با تروریستان در تفاهم و تبانی قرار داشته باشند. صلاح الدین ربانی حمله بر اعضای جمعیت را به روز شنبه بی هماهنگی حلقه های در حکومت ناممکن می داند و می گوید که در نزدیک به 2 دهه گذشته بسیاری از رهبران جهادی کشته شدند و حمله انتحاری روز شنبه در تپه بادامباغ کابل نیز موج دوم قتل های زنجیره‌ای رهبران جمعیت اسلامی بود. صلاح الدین ربانی می گوید که تا کنون روشن نیست که آیا وی در نشست کابل شرکت خواهد کرد یا نه. البته فردا نشست 22 کشور مهم جهان، چین است، پاکستان، امریکا و افغانستان در کابل، که البته با میزبانی حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت. برای صلح در منطقه خصوصا در افغانستان گرد همایی صورت میگیره یا نشست و جالب هست که در افغانستان صلح برقرار بگرده، در حالی که همه کشورها در مجموع صلح را در افغانستان به هم زده و ایجنتای اونا در افغانستان علیه یکدیگر قرار گرفته و ماتم بالای مردم افغانستان بار آورده و این نشست ها در طول 16 سال بارها دیده شده، مگر نتایج از او صفر بوده. به هر حال همینطور است دوستان عزیز، خبرهای مهم افغانستان بود. من سیدارون پاچار که از زبانی از اونا بشنویم حقایق درونی که چی در افغانستان میگذره صحبت خواد کردیم و شما هم میتونید نظریتتان در رابطه با اوضاع جاری افغانستان رویدادهای اخیر داشته باشین. خوش میشیم، درد دل است، با هم داریم، وطن ما
روز به روز در خون غوطه‌ور میشه و تعلم و تأثیری از او مربوط افغان هست. پاچا صاحب سلام علیکم. پاچا صاحب بله آواز دیر ضعیف را از یک ذره مهربانی. پاچا صاحب بله سلام علیکم. و علیکم سلام پاچا صاحب. گل ایرفایی را که شنیدین البته طبعا آنچه گرد همایی جمعیتی ها بود و همچنان انفجارات صورت گرفت آگاه هستین از اما دیدی شما چی هست؟ یکمکی از شما ما بشنوم. در مصاحبه های پیشنه خودم اول خود سلام اکرامات خود از خود شما نشینده و تقوان های پیام می کنم. در مصاحبه های پیشنه ما این چیزا را چندین موضوع را من روشن ساختم و گفتم که فعلا در افغانستان وضع روز به روز خلاف داره است و مشکلات زیاده که فعلا حل شده از طرف حزب جمعیت اسلامی افغانستان است که این مشکلات روزانه حل می کنند. در روز چهارشنبه این تانکری که انفجار شد و با صدها تا زخمی و صد زیادتر شهید داره، این مسئله یک طرف مسئله بود که اصلا واقعا یک مسئله بسیار خلاص بود، یک صدمه بسیار بود که با مردم افغانستان وارد شد شهید داره و یا از این استفاده کردن و یک جور کردن و به این مظاهره بعضی از مردمی که واقعا رنگی ده بودن، مردمی که شهید داده بودن، اینا هم بودن. اما اینا گرفتن اشخاص مخصوصی که مثلا برو اصالی بدرام و چند نفر یا مسعود یا این مسئله مظاهره را دیشی به شکل سیاسی تغییر دادن و شکل سیاسی شمی بود که خاص پاسه از یاو بر آمدن امرای تفنگا و امرای سلاح ها بر آمدن و می خواستن به از بریاد که جمهوری بلاد برن و مثل یک کودتا و یک چیزی جور کنن. خیر این هم بسیار مردم ها بیگنا شهید شد، زخمی شد، سر مردم بسیار زیاد، یعنی واقعا که جای تأسف بود که ما دیدیم و ما این مسئله که ما مثلا افغان ها به چی رقم شهید میشن و افغان ها به چی رقم رنجیده میشن، این مسئله بود که یا خودشان کار آوردن و بعد از این مسئله جنازه بود که در جنازه هم انتحاری قرار گفته از یا که انتحاری آمده به جلسه از یا بسیار مردم های مهم حکومت افغانستان به جنازه بود که مسلمیات بود و خود دفتر عبدالله بود و امرو سالی و زیا مسعود و یا بود ولی انفجار در پشت دقیقیف چهار و سه انفجار میشه و بسیار مردم های بگانا به او هم شهید میشه و برای دیش کدام صدمه هم نمیرسن و بعد از این یا این مسئله سیاسی را گرفتن، این مسئله جنازه را گرفتن به دور سیاسی که یعنی واقعا که به فعلا شدت بسیار زیاده است که یک چیزی زیاد دو طبقه شدن که طبقه پشتون است و طبقه تاجک است که یا همه چیزها را که می خواهن یعنی شاید در مظاهره کردن بودن می گفتن که مرد با کسایی که انتها را کردن یا مرد با طالب یا مرد با داعش را مستقیما شعاره از یا بود که مرد با پشتون ها یک چیزی بود که واقعا یا یک عقده داشتن در مقابل قوم پشتون یا مقابل پشتون زبان ها و این شعاره خود دادن. خیر به هر صورت مردم افغانستان می فهمند کسایی که در مظاهره بود هم بسیاری از مظاهرهان پس شیشت از فاقیدن که یا این بازی های سیاسی خود پیش می بردن در داخل مظاهره اصلا هدف از یا از شهید های نیستن که در روز چهارشنبه توسط بم بریده بودن توسط و کلشان بسیاری از مدنی فعال های مدنی یا رفتن و این کل پروگرام یا به دست خود گرفتن. این مشکلات هست که بلن یک موضوع بسیار کلانه که در اینجا وجود آمده موضوع تبعیض است که یک نفاق بسیار کلان انداختن ما بین پشتون و ما بین تاجک، همه پشتون ها یک طرف شدن، همه تاجک ها یک طرف شدن و فیسبوک ها را که
میبینی همچنان پشتون از پشتون حمایت میکنه و تاجک از تاجک. به این سبب بدبختی بسیار زیاد است که واقعا فعلا در افغانستان ریکار شده. ما هم بدی فکر هستیم که یا بسیار یک سیاست خام یا بازی کردن و یا اصلا هدفشان شهید افغانستان نیست، خاک افغانستان نیست، یا فقط همو کلشان فقط کرسی های خود مطرح میکنن و اهداف سیاسی خود مطرح میکنن. و ما هم میبینیم در میدیا هم میبینیم که به چی رقم یا پیش میرن و خواسته های جا هم میبینیم که خواسته های شان که حنیف از مرد باید استفا بتن یا مثال سالنزه باید استفا بتن یا میخواین که هر چیز با فکر خود و با دل خود یا بخواین یا اصلا فکر میگن که حکومت از یاس و یا باید هر چیز که میخواین همه تو شوان. خیر این مسئله است که مسئله مهم اینجاست که یا نمیتونم که این جنرال گلبدین حکمتی ها را دایجست کنم، یعنی آمدن گلبدین به داخل خاک افغانستان یک جلده بسیار دلال بود به حزب جمعیت که جمعیت بیخی مثل که خلص الله میشه و حد که هیچ کس به طرف جمعیت آل قدر فکر نمی کنه دیگه. یا همی مسئله تبیید آل پیشتر پیش دامنه می دارن و این همه کارهای یا که هستن فقط غیر تبیید و غیر مرد بر پشتون گفتن و غیر مرد بر عدمر و غیر مرد بر ستارنگزه، یعنی ما هیچ نشونیم که یا بگن که یعنی وزیر داخله هم باید دهی اگر امنیتی باشه خب وزیر داخله هم وزیر داخله است، این هم گروه امنیتی افغانستان است، از ایش نام برده نمیشه. یا مثلا از خود داکتر عبدالله ایش نام برده نمیشه. قرار معلوماته که ما گفتیم شما شاید شدان باشین که عطا محمد نور وزیر بلخ دیدار کرده بروز و عطا محمد نور خواسته بود داکتر عبدالله را که گفت تریز خود باید معلوم بسازه که یا با حزب جمعیت هست یا با حکومت اشرف غنی دیگه. این مشکلات اگه هست یا خودشان دامنه میزنن و یا مشکلات فعلا که از واقعا درسته که دیر زیاد لوگا چه دو دو دوره کده در دقیقه لوگا در که دو دو در دبیز منسره ورده فعلا او د پختون په خلاف باندې یعنی افغانستان کې پختانه اوسبات تاجه کزاره ده ټول یو پختانه افغانان دي موږ ټول افغانان یو موږ باید په دغه مسله کې شیوه ده د پام نه نه پختانه کړی ده او نه څوک د پختانه کوم لاس نو دوه خپل دغه تریز خپل جواب بندي پختانه په مقابل کې کړی ده. او دلته په بل پاچا صاحب در اینجا ازاره فرض کنیم تاجیک و ازبک در یک گروه قرار گرفته، همین کسایی که در این جنبش روشنایی صحبت میکردن این جوانا و چند نفری که ما معمولا میدیدم اونا جمع فرض کنیم نماینده های جنبش و جمعیت اسلامی در یک جنا قرار گرفته و یک بخش قضیه است. هر کسی اگر ببینه که موقفشان در یک خطر قرار میگیره از لحاظ سیاسی اونا منسجم میشن و میخواین از خود دفاع کنه که یه حق شرعی یک حزب است. فرض کنیم جمعیتی ها را ما باید مقصر ندانیم یا فرض کنیم وحدتی را یا کسی دیگی را، اگر اونا منسجم نشوند خب اونا را از بین میبره، وقتی از بین رفتن بقای از اونا یعنی متعلق میشه با یعنی انسجام از اونا و دفاع از خود از اونا. حتی اینا میگن که در امی تشهی جنازه بامی که پریده ایرا قصدا رهبری کردن که در اینجا جمعیتی ها و بزرگانشان اونجا برای تشییع جنازه میاین یکی از بین ببرن و سب که پای پاک از غمشان به غم شوند. هر کس برای بقای خود کار میکنه، اشرف غنی هم برای بقای خود اتا گفته میشه. وقتی آقای حکمتیار آمدن به افغانستان یک گمان هم همی است که اشرف غنی کدام حزبی هم نداشت و از جناح یا چهار طرف آقای اشرف غنی هم آزرده شده بودن رفته بودن و اینا باعث یک پشتیبانه با آقای اشرف غنی در یک طرف قرار بگیره و ودگار منزوی بسازه و همه تو دیگه احزاب افغانستان هر یکی میخواین از خود دفاع کنن در غیر از او در
گیرودار حوادث خوب زوب میشن از بین میره. در اینجا یک توجیه موجود است که اونا اگر میخواین منسجم باشن از خود دفاع کنن بقای خود در خطر میبینن. دیگه یه خود یک چیز معمول است نیست؟ بله خطا سوی کدام ای خو یک چیز است که یا خودشان آشکار ساختن که یعنی ما فعلا بیخی حل سلا شدیم و ما نمیخوایم که غیر حزب جمعیت و غیر حزب وحدت یا میکن حزب که دمی 16 ساله که افغانستان شروع چپاول کردن و افغانستان خوردن کلام هدف دیگی داشته باشن، چون قدرت از دستشان رفته فعلا. و یا هم همه شعاره شان اگر ببینید شما غیر از اینکه تبعیض و غیر از اینکه دامنه به تبعیض بزنن و مردم تفرقه پرتن دیگه کلام چیز دیگر من این بیدم. یک چند وقت پیش هم یا گفتن که وزیر دفاع باید استفا بده، خب وزیر دفاع استفا داد، موین استفا بده، او هم استفا داد. اینال یا بسیار کوشش زیاد میکنن که ادمر باید استفا بده. اینال ما به این هم ما نیک تنها ما که هیچ کس در افغانستان هم به این چنیس که آیا این مسئله که جور شده داخل دست روز چهارشنبه جور شد این از کدام طریقه بود؟ قرار شواهدی که ما میدونیم و قرار شواهدی که نشان میتن و فعلا میدیا میبراید و مثلا شواهدی که امروز به دنیا نشان داده میشه، تانکر آمد، تانکر در پیش سفارت ایران بود به روز 15 دقیقه یا 20 دقیقه بود و از طرف کروزین های سیاه این بدقه میشد و اون منطقه است که یعنی در اونجا هیچ کس حق نداره که در روز تانکر بره و اگر در تانکری که به هر سفارت میره از طرف از امو سفارت گارداشان میباشه و از طرف از امو سفارت یا اسکورت میشن و تا سفارت میره امو کار خود انجام داره و پس میبره یک تانکر مر و تانکر ساده میشه و تانکر باز میره و طرف چوری زنبخت رو خوده و اینجا انفجار میشه. خیلی این انفجار اول گفتن که طالب ها خوب ادا کردن که ما خواستن به کار دست نداره. باز یا دفتن سر شبکه افغانی انداختن که شبکه افغانی کار کرده و باز با کمک پاکستان دفتن از طرف داعش خبر میاد که نه این کار ما کردیم، یکی سربازه خود که نام برد که این کار کرده. یک چیزی بسیار سرکم است و ایواز از اینکه یا پشتازی تحقیق کنند که حادثه چی تو پیوست و یا حادثه چی تو شد که به تعداد صدها تا زخمی و صدها تا شهید شدن یا دفتن رو به مظاهره کردن و مظاهره از یا بود که دیگر نفرها درش کشته میشه و شهید میشه و دیگر هم زخمی میشه و تا بالاخره که در جنازه آقای زیدیار فرزند زیدیار هم انتحاری میشه. این حال سوال اینجا پیدا میشه که خب اگر انتحاری میامد انتحاری چه در صفحه اول انتحاری نشد، انتحاری چه در صفحه دوم انتحاری نشد که پس در کل امو کلان های از یاد موجه بودن مثلا از آقای خود دکتر عبدالله یا مثلا زیاد مسعود یا مثلا مسلمیار یا دیگر یا دیگر قدرهای بسیار کلان حکومت اشرف غنی در اونجا وجود داشته با واج کلام آسیبی نمیرسه و چهار نفر بیگناهی که در پشت ساره میشن واز بین میرن. این همینجاست که آدم هیچ انسان هر کس میفهمه پختو که مطلب ده که قواتو را در شودش تیلی یعنی در تحلیل در اصلا در تحلیل لغت شدیدی و تحلیل که چی در لو بچه دوره کرده و پسه ترتیب برین دوره شده دو دو سبب در بدنامه دیده که حکومت یا سبب در بدنامه در خپل سیاسی اهداف و ترسول این دو دو پا حال اندازه کولشی چی خپل در خبر ما پا مخکینی بحث که مگر چی دو در افغانستان مطرح نده دو در فقط خپل جوهی مطرحی دو در فقط خپل اگه دغه مطرح دی دا زنون مطرح دی خپل جیبون ورد مطرح دی ولی که نن در افغانستان بطر پند هیچ صبح ندردیگی در دری سر روزی در انتحاران پل پسی دوم شهیدان ورکاول یا دوم زخمان ایواز دین چه منگا در اول روز زخمان ودارو در اول روز شهیدان ودارو چی ولی در حادثه پا افغانستان مندر آگا دفتن منگا در آگا سدام پیو پل سیاسی رو باین تبدیده که چه مزایره مکا او مزایره که هم من
در توپک سر روات رو مثلا سلاکان سر روات رو درش این میشه دور شواهد رو پده بانه منگه چه یعنی دور سلام مگر مگر سلاح خوالت نوه که سلاح وای خواه او دست بچه کسه وی و یو چوک بمرسه وی لده خواه مزایره چند و سریت سلاح نوه نکو ما پولیس خوک سوای داغای سلاح خواه چون که اکسونو خیطاست باکسونو خواه نخواه یعنی که دستی سه وی خواه پولیس بمرد پروتو عملتا کنه یو جنگ خوچی لده خواه دستی که گیل آخواه یو چوک زر خیطاست نخودم. باعث وقتی نیست که وایش مخ دم مخ کنه. یه نتیجه اینو که چه بحر وقتی با افغانستان که مزایده شویده از دو روبان همیشه یه سلاح و سری به مسلح خویش ایت امکان نداری. یعنی داره شواهدی داره که دو سلاح سمت نگوشی میاد. سمت خلق از سیدی داره خود سمت که دو رو دزی نمیکنی. و سلاح خو. پدری که. سلاح خود یه چاپ جیب که چاپ کوده تو منچه داد و دادم اگر داشتی. دزی و کی ول آخوا دزی ول دخوام دزی دخو کمرکی چاو نلیدل او اتا شوایدم نو یا پلیسم ندارم رسواهی که مصدما و گوته ندارد رسیدل لیوی خوا دزی ل آخوا وسوی دوی خوکر آغیکر منظور داده چه دغا حالات که دایسوس دوی یا وبوپه تیت کی دا معمول ده یا گاز ده اشکاواری پیاده چه ولای وای دوی تیتو پرکری وای چه آغت ورنیسی آرکتا مگر داشتی دزی که واو واج نیه ولی من زیولا آیا نپیگم صدا تصمیم دی اشرف غنی او که چه داد تصمیم نیوله ایت که پداخال کو من دزی او که دوم را نفر مزایره خوی او قانونی حق داد دموکراسی که ولیسی تصابو کی مزایره او کی داشتی چو کی کی آقا ما تا اول که داری ختیم صدا ربانی او زوی او دا اما چه صدشی داد زیام سود او دا خالق به دل که دینن او امرلا سالی دا مزایره یعنی آلوده کرده و خراب کرده مگر که اغوی همی مزایره او که خود اغوی هم حق ده چه تظاهراتو که ایسا وقتی قانون حق ور کرده ده مگر ده چه یو دزو که یو چوک مرد که بی علاقه اغوی دفاع کرده وی بی آقا یعنی توجیه درلو ده مگر دلتا خوب چه دز نو کرده کنه وادی ورید خطاس ده خو داخو سیده چه دو دو دز نو کرده یعنی زودو تا زه داشته ما چه خدا نکرده زمان در دغدغه خبر نداشتم معلوم میشه چه نزد دغدغه حکومت طرفداری او خیلی ماشینا وارده که حکومت معلومات انده واقعیت چیزی که با دوستان حکومت هم معلومات ده اما بعضی وقتی مجبوری تو ندست راشی نه از صحنه که چه کتاب سوگوره و واقعیت سانه یا کتاب نوت واس دست دقت متوجهه یعنی پلیس او بالا لازم نه وگرنه دغدغه نشده دزی و کی او خپل ځانونه کوي دغه مستقیم پارک باندې ورنوتل دا خو داسې ولا کغه یو مړه کو د تا غوندې چې دوه دوړې په پارک باندې نه وځي یعنی بل مظاهره د هر افغان حق به مظاهره په ټول دنیا کې سید قانوني مظاهره هغه مظاهره ده لکه کومه چې ځلګان وکړه دا خپل ملي راوړ تر هغه ارګه په راوړ مشه خبرې وکړه دا ته آرام شو اما دلته مستقیم شعارونه وو چې مرګ بر پښتون کنه یناله دی پشتون اگر این تاریخ پشتون کرده یا مثلاً کلامسنارشون یاد داشتن میوه جدس میداشتن کالای پشتونهای کار کردن هر کارشون تمرد بر پشتون. مگر آلتا خو دوونجا خوب نشنیدم که کس داد که دوباره مرگ بر پشتون. اونجا فرض کنین میآقای سعیدی بودن و از ایرات است یک سعید جلال فیض الله جلال است چی است او آدم بود یک چند تای دیگه. صحبت کردن مگر تو یک شعاری که مرگ به پشتونا را کس نشنید این شما از کجا میگین سه؟ یعنی استعفای پشتونا را میخواه اشرف غنی باید برطرف شوه نمیدانم حنیف اتمر پشتون ستانکزای پشتون که یک چند تا وزیر داخل هم فکر میکنم پشتون است این پشتونا باید نباشه درست است و از مقامات خود این استعفا کنن سمت خود او چیزها را بیان کردن مگر تو که شعار باشه که پشتونا مقصر از زد مرگ بر پشتون و که حرفا تو علنا و اوریان خوب شنیدن نشد اونجا خب خطا سه داخل خود اوریان هم
خیلی رسانه ها بعض از رسانه هاست که واقعا نمیخواهیم که با چیزا را سانسور کردن و این اصنار است که به تمام شهر کابل و تمام مناطق پشتونشین و تمام مناطق این تمام مناطق افغانستان شهرهای است، چرا که امروز مثلا در هر ولایت کل جلسات میشه و جبهه بندی شدن، چرا که اگر مرگ بر پشتون نمیگفتن یا مثلا مستقیما به خواستگار برطرف شدن پشتون ها یا نمی بودن، یعنی این جلس های که بود که افغانستان مثلا دولت نهره ها دلسی بسیار کلان شد که از حکومت اشرف غنی پشتوانی کردن جوانایشان، یا مثلا در ادخیل هم برالا گفتن که ما 5000 نفر ما سرباز داریم مقابل تاجک ما می جنگیم و از طرف خوست و پکتیا و از طرف یعنی یک چیزی هست که عدلی یک کسی خوشنیده که گپ می زنن، این که رسانه ها چرا نگفته و این که رسانه ها چرا نشر نکره، اینجا یک سوال پیدا میشه، چرا که من فکر نمی کنم که پشنا مقدر دیوانه باشن و فکرشان خراب باشه که مستقیما بخیزن و جبهه بندی کنن که چرا ما چی کردیم که مقابل شما مرگ بر پشتون میگیم یا شما خب یک جاهل شاید صدا را بلند کرده در میان مظاهره، مگر تو که در اجندای مظاهری از اینا مرگ بر پشتون باشه همه تو یک چیز خود نبوده به نظر خودت؟ بله خطاب به خیلیس یک جاهل اگر این کار کرده باشه، این کار توسط جاهلات جور شده بود، این خود مظاهره توسط جاهلات جور شده. یعنی چی؟ مظاهره یعنی چی؟ اول از اینکه ما مردم افغانستان به خون شیشتن شهید دادن، بیگناه مردم شهید شد، بیگناه مردم زخمی شد، افغانستان به ماتم شیشت، اول از اینکه ما ماتم افغانستان گریان کنن بگن که چرا سر ملت ما بدبختی آمده و چرا دفتن مظاهره میکنن و از خاطر رساندن اهداف شوم سیاسی خود یا میخیزن و از این انتحاری خب از این تانکره که در حقیقت خب انفجار میکنن از این یا گرفتن یک بازی بسیار یک سیاسی جور کردن. اینا رو چرا یعنی ملت افغانستان کل افغانده اینجا هست، اینجا از آرام هست و از مکام هست و ترکمه هست و خود ما برادر هستیم، وقتی که ما بگیم ما افغان هستیم از افغانستان هستیم، اینجا پشتون و تاجک و ازبک و مطلن هست، دمی انفجار پشتون ها هم شهید شدن، دمی انفجار ازبک هم تاجک ها هم شهید شدن، دمی از آرام مردم بیگناه شهید شدن. اینا رو ما نمیتونن که مستقیما جبهه بندی کنن از یک نفر از یک قوم یا استاده شوان و بگن که نه والا این همه قوم خراب قوم است. یعنی شما شنیده باشین به بسیاری مصاحبه از یا به بسیاری کنفرانس ها از یا یا همیشه قوم پشتونه یا مقصر میدانن، یعنی افغانستان تنها قوم از قوم پشتون نیست، در این کل اقوام زندگی میکنن. بله او رو میفهم. بله 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 پاچاسه، یعنی عرض ما ایست که از این فاجعه ای که صورت گرفت پیهم باید در عام افغانستان مظاهرات هم میشد، اعتصابات هم می بود، ضد امی اشغال، ضد امی سوغات هایی را که ناتو آورده بالای مردم تحمیل ساخته، یقینا این دعای شریفانه بوده که امی قوای امنیتی افغانستان، حکومت افغانستان به کفایت است. بارها شما هم گفتین و ما هم اینجا شعار در اینجا امی بوده که امی دستگاه بسیار فاسده است، به کفایت است، از بالا از هر گرفته این تا پایانا همه طور است، به اساس یک معامله استوار هست و ملت افغانستان باج از او را میکشه، مصاحبه از او عید حال از اونا میگرده. اگر جمعیتی ها پشتون دو بزنه یا نزنه، حق شرعی پشتون هم است و تاجک هم است و عام مردم کسایی که به امی احزاب ارتباط ندارن و مصیبت عید حال از اونا میشه. همه از اینا باید مظاهرات صورت می گرفت، از قندار گرفته تا هرات تا کابل، یعنی جلال آباد، یعنی همه اکناف افغانستان یکی سراسری مظاهرات صورت می گرفت و ضد امی حکومت و ضد اشغال، ضد ناتو، ضد امریکا شعار می دادن که براین وطن ما را الا بتین، ما را در ماتم و در غم شاندین. اینا برای بقای خود از یک طرف می خواهی که قوای امنیتی برطرف شوه و جانب باید اشغال ختم نشوه و همین حکومت همین نظام باشه،
برای از اینکه فروپاشی نبه و خانی از اینا ویران نشود. ملت افغانستان خوب قدر زیاد است، اگر امی حالت باشه یا یک کسی دیگه بیای حکومت اینا نشه بگیره، برای از اونا در چی میگه در تقدیر از او هم بدبختی نوشته شده است. به هر حال همتون دوستان عزیز، آقای هارون پاچا هم تشریف دارن و ما هم آنچه عرض کردم و اخبار افغانستان هم خدمت شما رساندیم. میشه تا پاچا سب دعوا کردی بوست. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. آیسه محترم سلام علیکم. السلام و رحمت. و علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید سب بفرمایید. سلام بر شما، برای هارون پاچا هم احترامات تقدیم میکنم، برای تمام مردم افغانستان و مردم بیچاره ای که شهید شدن و مردم هایی که امروز زخمی هستیدن، خداوند اینا رو شفا بده و مردگانشان رو جنت فردوس نصیب کنم. آقای خطاب، حال شما از ما و شما اگر پلیس نیستیم، مردم افغانستان اگر پلیس نیستن، مگر یک شواهد ما و شما خو میتونیم که حداقل عقل انسانی ما و شما بررسی کنه و بفهمه که این کار کی کرده. این کار توسط خود شورای نظار شده، به خاطر اینکه اگه این کار توسط شورای نظار نمیشد، اینا به این دو مظاهرات چطور دست میافتند؟ امیر تانکری که منفجر شده، این اگر ببانند که دولتی رو تعقیب کنه و ماورایی که در سر افغانستان و چه بالونا هستن، اینا گفته آقای قهرمان یه با پشت سر برن و آساس رو پیدا کنن. اگر ای از خود یخن امی شورای نظار نبرامد، شما بگوین و دوم دیگه، اگر امی کار نمیشد، اینا چطور به ای را و وارنینگ های خود زیامسود شما به دولت دیدین که چی میگفت که وقتی که برطرف کرد و نگفت که ما ماندنی نیستیم؟ این نتیجهش. و دوم دیگه آقای خطاب، شما ببینین وقتی که در جنازه این منفجرا میشه، او آدمای کسی که منفجر میکنه این مسئله را، این میره مردم به آب میکشه. اگر این پلان شده نمی بود، چرا پیش خط اول آدم انتحاری خب بیاسه پروا نداره، مثل شیر و ریمه در مقابل او خود جان خود تیر است، در مقابل صف میه خود همه پرانه. این ثبوت دوم. ثبوت سیوم آقای آرون پاچا که بیشتر بر شما گفت، امی صدای خود پدرام است که میگه، که لطیف پدرام میگه که بس از دیگه 350 سال اینا در یه حکومت کردن، زنده باد خراسان آزاد. این سیوم دلیل. چهارمش، کسانی را که شما میبینید که در مظاهره، کی میگه که در مظاهره؟ ما خودم از افغانستان تلفن گرفتیم که اینا فایرینگ کرده، گفته آقای آرون چطور در میدیا نامده ناوردن و تمام نفرهایی که در میدیا رفتن فلم پوری کردن، این کلش معلوم است کی است. این سلا بوده که وقتی که فایرینگ کرده پلیس از جان خود ترسیده. اینجا پارسال در کانادا یک پراسر یک بچه چاقو داشت در دست خود از سرویس، پلیس گفتش تسلیم شد، تسلیم شد نشد، زدیش و کشتش. حال در وایت هاوس برم این مظاهره چه ما میریم ارگ یا مرگ بگه یا وایت هاوس بگه، او را وار زنده میمونه؟ یه خب برای کل مردم افغانستان ماست. و دوم دیگه اینمی عطای نور امروز چی صدا کرده سر عبدالله؟ اینطور است که تا دیروز که اینا در حکومت افغانستان بودن، حکومت بسیار خوب بود. حالی که اینا را برطرف کرده، اینا را کثیفا را کشیده، اینا میگه که حکومت ناسالم است، حکومت چطور شد. بلا بلا حکومت باید امر بده به حساب بغاوت، اینا را در زندان ها پرده. ببینید که امی با ما امی چه کلی از اینا میبره یا نمیبره. شما در چیزای مسعود دیدین که در سالگره چی از این شهادت چه میگه در شهید هم نشده، چقدر نفر کشته شد، چی سلاح نبود، چی پوزا بسته نبود، چی موترها را اینا استفاده نمیکردن. اینا اصلا بر مردم افغانستان اینا کانسر هستن، کانسر. این نتیجه شد دیده میرین. بله بله، تشکر بیادر سر هم بله. خاطر منافع شخصی خود. بله بیشتر تشکر. کل مردم افغانستان اینا اگر در خارج است مردم خون میخورد دست از جا، روزه ما معلوم نیست، گفته شما گریه میکنیم. اگر در داخل آمدیم اینا صرف به خاطر قدرت خود، هیچ چیز در قصه افغانستان نیست، در قصه پنجشیر نیست، در قصه عراق نیست، در قصه هیچ جای نیست، اینا صرف به قصه چوکی خود. بسیار تشکر لالای گل ما. طولانی شد لاینای ما. بله سلام علیکم.
یک دو دقیقه نهایت. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم آجی صاحب، تو مختصر میره بانی کنین قند بسر تشمه با... همیشه مختصر گرد یک اصطلاح که میگن اگر گویم زبان سوزد، اگر نگویم مغز و استخوان سوزد. مجبور استیم بگویم. بگوی خطاب صاحب، به نظر ما امی میدیا دو شنگ داره. یک شنگش به نفع یک طبقه است، یک شنگش به نفع طبقه دیگر. چیزی که ما در میدیا دیدیم و شنیدیم، یک نفر نگفت که مرگ به پشتون یا پشتون ها هیتر کرده یا هیتر کرده. آقای سعیدی برادر امسای مسعود در مظاهره اومده بود، بر شختار داد که تو بیادر در مظاهره حق نداری بیایی. بر آقای بدرام گفت که به صفت یک فرد عادی اگر میایی بیا در مظاهره، اگر به نام حزب بیایید میایی، حق نداری در مظاهره بیایی. او آقای بدخشیس یا پنشیریس که دیروز گفت زد، همی امروز گفت زد، بر تمام اعضا بختار داد که شما حق ندارین که در این مظاهره ما در رهبریش یا در کدام کارش اشتراک بکنین. بیاین در پسر ما رو تایید کنین، بس خلاص. یعنی چیزایی که ما شنیدیم در مطبوعات دیدیم، شما هم دیدین، مخالف حرفای پاچا صاحب است که ما به پیرشان سلام هم میگم. بله تشکر آلای گریم. که رقم از خطاب صاحب آبه بیا که حرفای صحیح نیست که دوست ما میگه. خودش هیچ کدام از مردم زد پشتون نبودن، هیچ کدامش و میگه که یا مردم جاهل بودن و بیادر مردم جاهل نیستن. عالمی سعیدی بسیار یک آدم با شخصیت است، یک آدم بسیار مطمئن است. همین کسایی که شهید شدن خطاب صاحب، همه از یا ماستر بودن خطاب صاحب، با لسانس بودن که شهید شدن. بله 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 یه خوب گفت درست نیست. باشه که تشکر صاحب. پاچه صاحب با چاسه میشنوین حرفای دوستار خودسا آجی صاحب از کانادا لطف کده بوده؟ آجی صاحب بساس گبه خوب بوده، گبه معقول بوده. ما چیزی گفته آجی خواده نمیتونم که واده صحنه نیستن. مثلا بساری از وطندارای ما کستن در خالی زندگی میکنن یا در خود صحنه نیستن که پدرام آمده بود، پدرام خوسته بود که شما در پشت مظاهره باشید. نه، این خود توطیه مظاهره را که یادو کردن، این خودش رو اندازه شده بود پیش از پیش، توسط پدرام، توسط امرالله صالح، توسط ضیا مسعود، توسط بیساری اشخاص دیگری بود که یا پیش از پیش گفته بودند که ما مظاهره میکنیم و مقابل حکومت مظاهره میکنیم و ما اهداف شانخی شان بود که ما از شهیدا باید چی کنیم، که باید چه ما چرا شهید داده، ما چرا زخمی شد و امنیت حکومت خوب نیست و حکومت امنیت گرفتن میتونن. اما بعد همه که پس مظاهره شروع میشه و رنگ مظاهره به رنگ دیگری میگیره و به سیاسی تبدیل میشه و این یک سوال است که این چون یاد از صحنه نبودن که یاد ببینن که صحنه به چی رقم ریکار شد و یعنی یکت به واضح شد کلی که فهمید که مظاهره رکیب پیش می بود. به این مظاهره کی گفت می زد؟ به این مظاهره کی برای نمی داد؟ ای که پیشتر من گفتم که شما دوستان ما که در خارج زندگی می کنن، شاید این واقع است که میدیا دو جواب داره که یکیش به نفع تاجکاستان یا مثال چیزهای را می گنه چیزهای را نمی گنه. این خود میدیا است، او خودشان مثلا هر وقت چیزی که میخوان ریلی کنن یا هر چیزی که بخوان به مردم بشنوانن میشنوانن مردم هم میگن که یعنی اما این چیز هست که یعنی کل مردم با آباس از این که یعنی واقع شما دوگه مگر که این چیزهای نمی بود یا مثلا مرد بر نمی گفتن که مرد بر پشتون و این اون طرف شوا و این طرف شوا و ما خراسان کلان می خواهیم و این پشتون های تو را خیلی مشکلات زیاد شده. بله بله پاچه سب مختصری اقیقی که چیزلت دیر بیروبارده سب و باز طولانی میشه. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم خطاب. سلام علیکم امیر خان. یو پخته نظرم ده چه عجل او که میربانی او کسی باشا صاحب ذکر او که چه در کانتینر چه و ده نیم ساعت ده ایران ده سپارت سره ولاړ و
او تاسو تاسو د نظر په چاڅه چې بریښي چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت به دغه سبا غونډه کیږي چینایان راځي امریکایان راځي نور راځي پنځه ملکونه دي دوی به خپل سر ورته وش کوي کنه چې په دغه ایران په تور لیست کې واچوي لای داسې بدنام کی تاسو د نظر کې دغه غریبانان مړ شو هم دي امریکا په تور کې ولاړ څه په نظر لري په دې اړه کې معلومات ډیره مننه امیر خان پاچا صاحب چې لاندې ورته مهرباني وکړه بیا اعلان وته زه دا غوډه سبا جوړیږي سبا ورځ ټول لارې بندې دي هیڅ څوک چې تدلې نشي او دوی نو غوښتل دا واضح خبر ده چې زور په ټوله لاس او دوی نو غوښتل چې مثال د افغانستان حکومت کې باید نشي او دا غره وي چې دا غوډه ونه شي دا زمونږ ګاونډیان دي کې ایران دي کې پاکستان دي کې بل دي کې بل دي چې نو واضح په افغانستان کې دا سی او امنیت راشي دا ټول لوبه دا سی جوړه کړې ده دا واضح خبر ده دا ټول دنیا ته معلومه ده پاچا صاحب ډیره مننه تا خو کفایت کوي دلته به بل دغه دوستانو تبصری زاورم که ته مالته تلویزیون ګوري به واوره نو تا په مخه ښه ډیره مننه شپه دې په خیر بیا به سره غږیږو دوستان عزیز ما بعد از پخش اعلانات نظریات شما را میخوایم داشته باشیم لاینای ما مشغول است همه ازو برمیگردیم لطفا لاینایتان نگه دارین تا نوبت شما مراد گردد لطفا با ما باشید دستبند مغناطیسی آیا می خواهید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از استرس و فشارهای روزمره خلاص شوید؟ دستبند مغناطیسی مورد تایید تمام متخصصان دنیا بهترین راه برای رسیدن به آرامش می باشد. با دستبند مغناطیسی از زندگی آرام و آسوده خود لذت ببرید. با دستبند مغناطیسی همیشه یک قدم جلوتر باشید. کاهش استرس و خستگی، افزایش تمرکز و توان، کافیست یک بار امتحان کنید. با دستبند مغناطیسی تعادل، انعطاف پذیری و قدرت تمرکز را به خود هدیه کنید. استرس و خستگی خود را کاهش دهید. مورد استفاده توسط معروفترین اشخاص با ظاهری فوق‌العاده شیک و سبک. دستبند مغناطیسی را با قیمتی کاملا متفاوت فقط از بازار پیام افغان می توانید تهیه کنید. پس همین الان با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید زیرا دستبند مغناطیسی انرژی مثبت و توان جسمی شما را افزایش می دهد. مژده به هموطنان خارج از کشور یک گام بزرگ در تکنولوژی مدرن نشرات تلویزیونی شبکه افغان آی پی تی وی جدیدترین افغان باکس 5 را با کیفیت خاص و عالی برای تماشای هر نوع پروگرام های تلویزیونی مانند اخبار، فیلم ها، سریال ها، سرگرمی ها برای اطفال و خوشی تمامی خانواده های محترم افغان در سرتاسر جهان آماده نموده است. افغان باکس 5 با سیستم اندروید عیار شده که دارای سیستم اتصالی بی سیم، وای فای با کیفیت عالی تصویری 4K و تمامی اپس ها مانند یوتیوب، اسکایپ، فیسبوک و غیره می باشد. و همچنان با افغان باکس 5 شما می توانید پروگرام های گذشته الا 70 ساعت را تماشا نمایید. افغان باکس 5 را شما می توانید از مرکز افغان آی پی تی وی نمایندگی ها و هم آنلاین با یک سال گارانتی به دست آورید. برای معلومات هرچی بیشتر لطفاً به صفحه اینترنتی افغان آی پی تی وی مراجعه نمایید. سوپرمارکت های زنجیره‌ای شرکت رویال الپه تحت مدیریت و سرپرستی فریدون لطیفی و بسم الله بنشیری در نقاط مختلف شهر هامبورگ با عرضه مواد خوراکی افغانی، ترکی، عربی و سایر ممالک با گوشت حلال، ذبح اسلامی، نان گرم، بولانی، روت، شیرنی باب افغانی و ترکی میوه‌جات و سبزیجات تازه در خدمت شما هموطنان عزیز قرار دارد. سوپرمارکت های زنجیره‌ای شرکت رویال الپه سعی دارد اجناس را با کیفیت خوب و قیمت مناسب به مشتریان خود عرضه دارد.
هامبورگ اوستور اوستور مارکت بورد هایده شماره 23 هامبورگ هور اونور مارکت لگین اشتراسه شماره 68 هامبورگ بلشده اونور مارکت شیف بکرده شماره 18 خدمت به شما افتخار ماست. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لندن، انگلستان شرکت پامیر لندن. گران دوستان و سلامون و احترامون به هم خراغل است. بالای اوزای افغانستان صحبت است، دوستان عزیز، کشور مشترک است، دردای ما مشترک است، مرگهای ما مشترک است، خون ما تقریبا مشترک است، ازدواجات صورت گرفته، ترکمن با ازبک، ازبک از با ازاره و ازاره با پشتون. امی خود امتزاج اقوام در افغانستان یک کتله واحد افغانستان هستی. در این زمره اگر کسی نفاق می اندازه و شقاق، او را به کلی دوستان عزیز مردود بدانین و تقبیح بکنین و کسایی که از این آبهای گلالود مایی می گیرن، هر حزبی هست، هر جناحی هست، او را هم تقبیح کنین و یقینا امینا هستن که باعث درد و غم و اندوه مردم افغانستان گردیدن. برای رفای افغانستان هیچ کس نندیشیده، نه امی احزابی که امروز در مظاهرات اشتراک دارن و نه و دیگرهای از اونا، نتایج هر کدامشان منفی بوده، ملت بخون شانده، از ملت دزدیدن، جیبایشان خالی کرده، نان از زیر بغل یتیم از او برداشتن. یعنی آدم از حق نگذرد یک حزب برای افغانستان، یعنی برای مرهم زخمای از اونا مرهم نشده، یک یتیم سیر نساختن، صرف برای خود، برای امو تنظیم و حزب خود، برای بقای خود اندیشیدن و جنگیدن. از خراسان بزرگ هم استفاده شده و از نمیدانم از افغانستان کوچک و بزرگ، یعنی هر کدام سای به یک نحوه یک مسئله را داعیه قرار داده و زیر امو عنوان مردم سوق میته و مردم های نادان و جاهلی که چون گوسفند پیروی این و آن میگردن. به هر حال میتونست. خلاج صاحب سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمد. اول دفعه دوم از بر شما و بر همه شنونده شما مای مبارک رمضان مبارک میگم. روز و نماز و عبادات ما قبول باشه خدا کنه. در دعای خود ما برای آرامی ملت خود و وطن خود زیادتر دعا کنیم. انشاءالله. ما یک چیزی که میخواستم بر شما بگم، خدا کنه که حرف ما با کجا کشانده نشه. اگر ملت ما ملت افغان است، قسمی که شما گفتین پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و همه اقوام دیگه که در اینجا هستن، واقعا یک سهم دارن. چرا ما یک روز نمیبینیم که در حالی که ما این رو باید پیش از بگم، بخاطر واقعی که در کابل شده، قلب کل ما پرخون است، جگر کل ما خونین است،
اشکای کل ما جاری است و کل ما متاثر است مدی که چرا تک واقع در کشور ما میشه به تفاوت کی است از آره تاجک پشتون حرکت کشتا میشه. ولی ما میبینیم که متاسفانه میدیا قسم که پیشتر گفتم اونایی که میخواین از این چیزا برابرداری کنه حتی با خانه های مردم میره با اطفال مردم مصاحبه میکنن با خانم های مردم مصاحبه میکنن که ناناور ما کشته شده نمیدونم این شده آن شد که واقعا دلخراش است و واقعا آزاردهنده است. اما یک روز من ندیدم که یک ژورنالیست بره به طرف اون جایی که بمبارد میشه عروسی ها خراب میشه عروسی که شوی عروسی شست و عروس به حجره از روزی خود نرفته و بیوه میشه شواری که هنوز به اصلاح عروسیش تمام نشده و کلش با فامیلش تباه میشه یک روز یک کس نرفت پایینا مصاحبه نکرد که تو کی را از دست دادی چی حالت سرت آمد کی تو کشته شد چند نفر کشته شده تنم تلویزیون آقای بیات که آدم ببینه در زیرنویسیش هر روز اگر نباشه یک روز در میان نشان میکنه که امروز 25 نفر مخالفین مثلا کشته شد امروز 10 نفر کشته شد امروز 30 نفر کشته شد که به صورت اوسط ماهانه حدود 500-600 نفر کشته میشه لیکن یک نفر نرفت از یک از این فامیلا یک اول نگرفت که کسایی که کشته شد اینا کیها بودن آیا اینا کلش کسایی بودن که اضافه در مملکت بودن باید کشته میشدن یا اینا که اولاد افغان هستن ناشور میخوره اینا به نام نوکرای پاکستان نوکرای انگلستان هر کس مخالف خود اقیر تاپا میدارن ما باید پیش از این مسائل عشق میرزانیم و دو روز بعد باور کنیم تظاهرات فراموش کلگی میشه باید فکر از این باشه که ما چه قسم میتونیم یک رای حل پیشنهاد کنیم که اصلا امی جریان ها از افغانستان دامانش کشیده شده ما باور کنیم با صراحت در تم میگم با کسی که با ما شناخت دار و شما شناخت دارید زجر و سکندیه که ما جز طالبان دیم بسیار کم نفریده لیکن افغانستان به طالب نمیتونه که آینده داشته باشه اینو با صراحت برتان میگم منتها حالت فیلی آیا عمل است یا عکس العمل علمی عکس العمل هاست که نه اولش است و نه آخرش و تا آینده ها باید شاید از کارا شوه تا زمانی که ما رای حل پیدا نکنیم ولی یک چند نفر انسان های خائن به ملت انسان هایی که واقعا آله دست بیگانه هستند به نام از این که زده پشتون بخیدن کار کنن یک زیاد کسا میگن بخاطر اینکه اینجینه هست بکمتیار با حزب اسلامی آمدن او رو باید عکس از او بشه و به نام پشتون کوبیده شون تا دیر و چرا به نام پشتون کس کوبیده نمیشد که امروزش کپار شروع شد اما ما نمیخواییم موضوع بسیار طویل بسازم بیاییم که دست خود به طرف همه برادرهای خود دراز کنیم پشتون، تاجک، طالب حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، پنجشیری، هر کسی که هستین اگر آبادی مملکت بعد از خود نگیرین عبدالعباد شما آباد شده رو بله بله تشکر هستم بله آرزوها نیک هست طور است که در عمل ببینیم که آیا امکانات موجود است هر یکی ما میخواییم که افغانستان آرام باشه مگر یک دو هزار ممانعات در برابر همی خواسته ما موجود است دستای خارج است، دستای داخلی است هر کدام برای خود میخواییم یک چیز فرزن پشتون با آنها میکنه و تاجک و نمیدانم فرض کنیم همین دوستم در شعارای خود میگفت که اگر شما به اشرف غنی رای ندادین شما خائن هستی یعنی او هیچ پشتون هم نیست او یک ازبک هست همین از دایی ازبک و ترکمن و اینا دفاع میکرد بعدا گلام میکرد که حقی ما تلف شد ما برای از اینا رای آوردیم او در حقیقت غم اشرف غنی را نداشت غم خود داشت که در همین حکومت با در کمپین با ایسی معاوین اول راه داشته باشه و ایدگاه هم همینطور آقای زیای مسعود برید از مو حزب مادر جمعیت تو خلاف در حقیقت عبدالله عبدالله اشتاد آمد در این طرف دیگه با هم یا فرض کنیم برادران کرزه یکی با یکی اشتاد و یکی با یک طرف دیگه قیوم کرزه فرض کنیم با اشرف غنی بود و نمیدانم دیگری از او با محمود کرزای با عبدالله عبدالله هر یکی از خود خواسته های اگر حزبی است یا غیر حزبی این کسایی که در چور و چپاول و دوزادوزی دست دارن و بیلون ها دلار نصیبی از وا شدن و هم از حزبی ها کم نیستن هر یکی برای خود از یک نحوه با یک ترتیب این خواسته های جهانی اقتدار و پول تا وقت باشه انسان کره زمین آرام نمی نشین و همه طور هم است صلح می خواهیم خوچتو می خواهیم با کی می خواهیم چی طور او صاحب راه ها معلوم نیست صرف باعث یک شعار باقی میمانه و اشرف غنی استعفا کنه و نمیدانم اتمر رو که دیگه دیگه اینا که بخیزه بازم و شتورکی میخیزه و کلپاز میخیزه و فلانی در جایش مینیشه تا این دم استعفا و برطرفی و اینا هیچ سودی نداشته همین نفرهای پارلمان می خانم هاشمی شتورکی
اسم اول از نور فرام او چی گفت فریاد سب که اینا برطرف شد. خب برطرف شد. خب باز شما امی افراد شما میارین روی قدرت می نشانین و امو کاغذ سبز بلند می دارین یک دو هزار دلار هم در دسکولایتان مندازه و سب باز شما برای پول مرکزی داد و ستود صرافی واری شده پارلمان افغانستان باز اونا یعنی انتقاد هم امونا دار و یک شورای که وقت خودم گذاشتانده غیر قانونی یک حکومت یک شورای غیر قانونی یک حکومت غیر قانونی را به وجود میاره چون اونا نماینده مردم دیگه نیستن به هر حال دردا بیشتر زیاد است بله سلام علیکم بله سلام علیکم الو و علیکم سلام بفرمایید بفرمایید کمی واضی اگه صحبت کنین آوازتان دب میانی الو انا لله و انا الیه راجعون به خاطر شعبه افغانستان جناب خطاب صاحب نظر ما با آقای پاچای صاحب بمی بود که امروز در افغانستان کسی چیز پد کردن نمیتونه تمام مردم که تظاهرات کردن اونا تلفن داشتن از فیسبوک های خود تمام چیز نشان دادن برای مردم امروز بر یک دو میدیا دروغ گفت دو تا دروغ گفت هزاران نفر در پاش فیسبوک خود تیر کردن که این مردم تابکه میگه تظاهرات کردن این لوگه هستن این فلان هست خیلی مردم تابکه بیشینه چطور کنه روز هزاران نفر کشته میشه به خاطر پشتون به خاطر ازبک به خاطر هزاره خیلی مردم بیچاره رایش چی هست این پاچا صاحب میگه که خیلی تو بگو که این لوگه هست این فلان هست همین تو بگو که ما چی کنیم مردم افغانستان چی کنه که از این روز بیای بیرون دیگه وقت تو نمیگیرم و سلام علیکم و رحمت الله برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته او گفت که حتی یک مثال داد از جنبش روشنایی که به او ترتیب اگه مظاهره صورت می گرفت نه برای اغراضی از اونا یک حراس در وقت برتان بگویم همی آمدن برگشت آقای حکمتیار و معمولا صحبت از اونا به پشتو بیشتر صحبت می کرد و پشتونا دور از اونا جمع شدن چون از امی حکومت دل خوش هم ندارن و بگی صاحب اقتدار از دست از اونا برآمده بود و زیادتر تعجیز شدن و بام و راکت و همی عروسی ها را که آقای خلج گفت بیشتر در پکتیا و خوست و در مناطق جنوبی افغانستان پشتونشین افتاده این را به اساس یک تعصب تلقی نکنین و واقعیت ها را بگوین اگر یک جبر و ستم بالای تاجیک شد او را بیان بدارین اگر بالای پشتون بود بالای ازبک بود وقایع آنچه است بیان بدارین میگم بهترین تاریخدان مو است که و قایر آنچه بوده نه احساسات شخصی خود او داخل بسازه او تاریخ باز ارزشمند است قابل اعتبار است در افغانستان هم همه تو وقتی اونا برگشتن همی دایی پشتون و پشتون ها دیدن که یک لیدر یک نفری که از خواسته های از اونا میتونه شاید دفاع کنه و همون جرات می گپ میزنه دوری از اونا جمع شدن و این یک حراس و یک ترس در درون همی خود دستگاه 16 سالی اقتدار جمعیتی ها و اینا انداخت و اونا با هم منسجم شدن که یک حراس است یک دشمن در برابر از اونا به وجود آمده بیاین که ضد پشتون هم اگر بود شعار بتین از خود دفاع کنین در حالی که امی درست نیست من میگم اگر پشتون است یا تاجک است اما باید در یک حکومت معقول بگویم یا مردمی یعنی مدغم باشن یعنی رأی داشته باشن افغانستان بزرگ همونطور که اونا گفتن بدون طالب نمیشه بدون ازبک نمیشه بدون جمعیت اسلامی نمیشه بدون یعنی احزابی از اینا هستن هر وقت افغانستان میتونه شکننده بسازه یک جنگ کنه یک بینی خون کنه یک غوغا را برپا کنه آرام نمی نشینن باید مرفوع باشن منتها در یک چوکات قانون داخل شو اگر مظاهره بود اگر شعار حزبی خود داشتن فعالیت های سیاسی داشتن زیر امو چوکات و چارچوب باید به پیش بره مگر متاسفانه از او ما فرسخات دورستیم افغانستان فکر نمی کنم که قانون زور و زر از بین بره قدر پول هم باشته شده به ویشه های این مردم دویده اسلحه هم بار کردن نمی دانم که تا همی ازی به تحلیل بره بشار وقت می گیره بله سلام علیکم سر الو سلام علیکم سنگه کیوان سر جوری بخیر جانده و سیجو و سید فامیل سره جا دوستان خطاب سایی جزاره که چی بیا منگم تم نیکی چی والا دوره پختو
ما به دوستای خود که هر جا هستن احترام عرض می کنم. ما خلاص مطلب که بیخ گپ در کجا هست ابتدا دوستا گپ زدن و پوچا صاحب هم احترام می کنم. انسان صدای ما را بشنود. میگه که این گپ قرآن میگه که آن چیزی که شر ما باش شر باشه ظاهرا و او میتونه خیر باشه. کل مردم دعا کردن، من خود دعا می کنم ولی چون من ضمانت کردن میتونم که کی را به جنت ببرم کی را به دوزخ ببرم ولی او کار خودش نداره کارش. ولی گپ سر عظیمه هست که ما نخوش شدیم ولی نه چندان خفه، به خاطر عزیز که اینمی واقع اخیر سیاره از سفید جدا میکنه. من اینطور فکر میکنم ای اشخاص و افرادی که سر شیرینی ششته بودن زنبور اصل واره اینا مو فضله خود می خوردن، معذرت می خواهیم، گپای پوسکنده رو بشنوین از بنده. او فضله خود می خوردن و در می دولت دوسره اینا ماجرا را خلق می کردن، سبوتاج می کردن. در 20 سال از زمان دکتر نجیب که من در جریان بودم، این در زمان زمانی که اینا داخل شدن در کابل در دو جبهه، این از اونجا توکیه شروع شد. این که هر کدامش حالا میگه که بیادر من خود تو را گفتم بیا و تو بود من را گفه من نگرفتی گفه و گفه هست، ولی من میدانم که اصلا توضیح از این کسای شروع شد که این برادرها و تندارهای ما که حالا فعلا ضرور نیست که ما بگویم که ولی واقعیت سیرمی ها این این ماجرا را خلق کردن تاله را و میکنن. بالاخره گرب به آخرین نقطه رسیده، حاله آخرین نقطه امیز که این به ما هر کس که انفجار میتا یا هر کس که کار کده خو آدم نمیفهمه، ولی امیاز درد فهمه میتانم بگویم که اگر کسی داخل میشه در یک نماز جنازه و او باید در صفحه آز داره نفرهاش مهمه بکشه. خب ایشان بگذاریم، من به این نظر هستم، ملت شدید، من به این نظر هستم که آخرین روزهای گم شدن کسایی که ما پیشتر گفتم در دولت دوسره امریکایی به خاطر چور و چپاول ملت شریف افغانستان ما تال ماندن و همیشه سبوتاج کردن دیگر نمیتونن. بعد از این به اصطلاح امون کتاب آقا بگویم سورشان بند است دیگر نمیتونن. ایک وقت حال سرنوشت اطور معلوم میشن که در همین جمع خیره میدیدم که باید سفارایی شود قسمی که سالها شده بود اینا کی نداشتن یک تعداد علیه پشتو پشتو امروز ما میگیم که زنورور بیتره ای معلومه بود تجاک فقط بهترین کفامیز آقای خطاب آقای خطاب بگذار که همین گپ معلوم شود که حق با کیست آفر برو زنورور کیوان سب دیر منان. بله سلام علیکم سب بفرماین. علیکم سلام. یک کمی مختصر امیل اینا مشغول است آقای خطاب، ما مختصر میگم که با این ریشه ها کفتاره ها تاراج کردن. اگر راست بگویم ببرن زبان و ز چشم و دهنم، خلقان جهان هم انجمن را راستن، در کابل نشد ساختن انجمنم. آقای خطاب، آنانی که تظاهرات میکنن، آنانی که به خیابان میبراین، حق مسلمشان است. اما این چهره ها و این تکدارای قومی همه را خسته ساختن. آقای بنام آقای بسم الله خان، آقای بسم الله خان و این اسماعیل خان افراد و اشخاص هستند که بر ریشه های اون تاجک با تبر تبر زدن، جیبه های خود پر کردن، ثروت هنگفت دارن و قدر کافی دارن. هر کدام از اینا با صدها میلیون دلار دارن. فرزندانی از اینا به کشورهای خارج پاسپورت های انگلیسی و لندنی و یا امریکایی را به اختیار دارن. با تاسف و با درخ اولی مبارک، اولی ماه مبارک رمضان یادتان باشه که در خوست او کی بود؟ پشتون نبودم، فکر میکنم که از کدام ملت دیگری بود. هر بمی که در افغانستان انفجار میشه قوم شریف افغانستان کشته میشه. آفرین بشنوین با حرف ما. خوب آفرین، خوب گپ میزید. ببینیم این ترایا در کجا هست؟ بچه فیلم نقش برازنده را بازی میکنه، سفارت های انگلیس و امریکا بخشی از این جنایت هستند در افغانستان. قضایای سیاسی را کجا اینا حل کردن؟ دوستانی می آید و صحبت میکنه که نمیفهم باید اینها را ببرن و زندان کنن. نمیفهم این کسایی که تظاهرات میکنن، این چهره های تکدارای قومی را، اینا به قدر کافی نفوذ دارن، به این عنوان دارن که در جامعه سنتی افغانستان مثل از این چهره ها و همون پارلمانی که در اصلش یک تعداد گروه های از برادرانی پشتون ما نمایندگی میکنه، از ازبیک و از تاجک، اینها کلشان سر پوزشان در بازار تیز یک پول ارزش نداره. اما خریداری از اینا کی است؟
شبکه‌های جاسوسی جهان، روسیه، ایران، پاکستان، همه از اینا. ما کدام ملت هستیم؟ ما ملت غیرت هستیم که نمیفهم. ما ملت قهرمان هستیم. ملت قهرمانی ما همی است که غاندی شاهین 500 انسان کشته شد در خوست، در هلمند، جلال آباد، قندهار، فاریاب، تخار، هر روز کشته میشوه. کجاست این ملت؟ کجاست این دولت؟ سری از این اشرف غنی ما بحث میکنیم یا سری آقای عنیف اکمل، اینا چهره های منفور هستند که مایده ننگین سیاه امریکا را در افغانستان امضا کردند. پوله های هنگفت اسکنات های دلار امریکا تقسیم میشوه، به جیبه هاشون میزنن و مردم به خیابان ها میکشن. یک کس به نام فالبین است، اون آقای سبت الله مجاهدی فالبین، جنایتکار اکسون، سالش 5 سال است. هر باری که اون مریض میشه میدان هوای بگرام میبرنش، سیروم پیشکاری میکنه که جنایتکار باید از بین نره، از دنیا نره. جنایت بزرگی را در افغانستان نامرتکب شدن. جاده های افغانستان بوی خون میتازه سدی جنایتکار. تشکر خراسانی صاحب. کشته میشوه اینا با آدرس قوم، با آدرس ملت میان صحبت میکنن. درست گفت. آقای کیرا میگم سبمی پسر براندین ربانی، آقای صلاح الدین ربانی، ایشان پرسان بکن که پاسپورت تو در کجا هست؟ پاسپورتتان از لندن است. اون لندنی که برای خودت پاسپورت داره با آدرس حکس و لباس پدرت باجگیری میکنی. چند فابریکه، چند دستاورد را در مناطق شمال افغانستان داره که اون مردم بیچاره تخاری و بدخشانی و فاریابی و جزجانی نان خورده باشه از بری تو. شما باور بکنین که حتی گابشان که در شاروالی کابل اگر بندی شوا یا ببره شاروالی کابل نمایندگیش به خاطر علف گاوش دور است. بسیار زیاد تشکر لاله گل. جرأت از اینا ندارن که ریا کنن. تشکر. بله سلام علیکم. بله خوب. بله آقای خطاب صاحب. بله سلام علیکم. سلام عرض ادب خدا خدمت شما و بینندای عزیزتان تقدیم و علیکم سلام. میشنویم شما دوام بتین صاحب صحبت. قربان شما، به خاطر از اینکه من بسیار قدر دلایل موندم که خدا را معذرت خواسته شدم. ببخشید. میخواستم قطع کنم اگه بگم. نه نه علی خوب. بخیر آمدید. ما را دلایل آوردید. بفرمایید. ان شاء الله صدا می خوام یعنی. بله وقت جای میشه صدا همه چیز درست است میره بخیر. خب اولتر از ادب خدا خدمت شما و بینندای عزیزتان تقدیم میکنم. آقای خطاب صاحب، ما همین تمام بینندای عزیزی که با شما صحبت کردن دو همین مظاهرهایی که هیچ نتیجه ندارد، فقط یک نتیجه که اگر از برادر شرمندت، از برادر کوچیکت که ما نظر خودم مطرح میکنیم، فقط در افغانستان دو تا ولایت باید بیاید. یکی باید همین کسایی که در افغانستان امی تمامنین آثار افغانستان، سنگ افغانستان که دوزی کردن، اینا رو باید تمام از مجازات شد، باید پس باید بر افغانستان، به بودجه افغانستان باید برگشتانده شود. یکی که این ارام از جزای خدا سرزیا و هر حالتی که میشه جزای خدا، یکی بخاطر که کلش ارام است و اینمی حرام صدمه میزنه به همه تا که متوجه شوند. یکی دوم آقای خطاب، تا که در افغانستان یک سیستم کمونیستی نیاید که هر فرد از این مردم دوست که اینا حمایت نکنه که 50,000 سال دگام که افغانستان به می بران کشیده شه، به این صحبتایی که فلانی چی گفت و بستانی چی گفت، این فایده نداره. باید سیستم کمونیستی که از بچشم. دوز افغانستان بل. از تمامنی تکرار میشه که در افغانستان تکرار میشه. باید حمایت شد. در غیر از اون نتیجه نداره. زده میرن، کنده میرن، دوزی کده میرن، خورده میرن، هیچ یک چیز بیمفهوم. بله. یک چیزی که وقت مارم باز تیاد کو بیادر کمونیستی بیخی خود روسا دستای خود بلند کرد. چینایا یک کشور صنعتی شد، سرچپه از هر میاری که کمونیستی بیای. کمونیستی در افغانستان و هم کار نداده، چیزی کار نداده او را از هر میگی کار بده. نمیدانم این گپار از کجا خودت تکی گفته این چیزا رو بگو. بله سلام علیکم سر. بله سلام علیکم سر. و علیکم سلام، خوش آمدید. سلام علیکم محترم خطاب سر، به شما سلام و با تمام مردم افغانستان سلام. و علیکم سلام. همه تا که ما بارها گفتیم، آن هم بازم میگم که افغانستان یک غمچه گل است و هر ملیتش یک گل است. بله. بعد از این در این مورد من یک خواهش دارم از تمام مردم افغانستان
کتی گروپا کتی تنظیما یا اینا به هیچ ملیت تعلق ندارن. اینا یک گروپ مشخص هستن. یک دومی که درخواست ما ایست که از اینکه محکمه دایر میکنن و آیت تعیین میکنن که باید از کسایی که سیر کردن و کسایی که مثلا این عمل انجام دادن باید از محکمه شوند. از این که یک محکمه را یک تعداد مردم با صلاحیت تعیین کنن که عاملین دیگر که اینا مردم غریب و بیچاره را تحریک میکنن و در تیغ برابر میکنن، اصلا اینا باید از گرفتار شوند. شما در این حادثه در چند حادثه شما دیدین که هیچ نوع از این دوزا و رهزنا و آدم کشایی که مردم تحریک میکنن به نام قوم و ملیت و تنظیم و فلان دست بدن یکیش مردار نشد. ولی متاسفانه و بدبختانه تمام کسایی که کشته شد یا جوالی بود یا کراچیوان بود یا دکاندار بود. از او خاطر ما درخواست مزید که تمام مردم افغانستان هوشیاری خود داشته باشند. آره که ما میخواییم یک ملت واحد باید از شویم. دستا کار میکنه، دستا بازی میکنه. ما از تمام مردم افغانستان خواهش میکنم که گپای ازی کسایی که در زیر خیمه و در این طرف و در اون طرف اینا نم مرد از مردم دفاع میکنن، اینا به خاطر چوکی های خود دفاع میکنن. اینا که تا دیروز وزیر داخله بودن کلش وزیر من وزیر دفاع بود و هر کدامش یک مقام داشت، دولت هم صحیح بود، تمام گپا درست بود. وقتی که برطرف شدن آل اینا آمدن این جنبه و پره که بر ضد مردم افغانستان، اینا بر ضد دیگه کس نیست، اینا بر ضد ملت افغانستان عمل میکنن. به اون خاطر خواست من نیست که باید از یک کمیته که دایر میکنن، ما خواهش میکنم از دولت افغانستان که کمیته را دایر کنه که منابع اصلی تمام اتفاقات و حوادثی که باعث اینم تو جنجالا میشه اونا را گرفتار کنن، عاملین از اونا را گرفتار کنن، اونایی که به نام ملت، ملیت، به نام قوم، به نام تنظیم و به نام این و آن مردم از زیر تیغ میندازن اونا را محکمه کنن. فقط خواست به اینم تشکر سر. با امید صحت و سلامتی شما وقت شما را گرفتم. تشکر سر. بله سلام علیکم سر. و علیکم سلام. بفرمایید. و ما بگمید به نظر من فکر میکنم این مشکل افغانستان جنبه زیاده جنبه خارجی هست. بله. امی تفرقه هم که من نظر خارجی هم میکنم. یک روز یکی را پیسه میتن در پشتش تب تب میکنم که والا پیش رو تو درستی و تو بسیار کار کردی و کلام نفی خواب میدن. با تو روز دگر دگر را پیش میکنم. همین مشکل ما را زیاد کرد. چون مردم خودشون بین خود فکر نمیکنم که بخود بین بین خود مشکل خود حل کنیم. حال یک وقت که در سمت جنوب در قندار هلمند بمبار میکردن خب این کل شما طالب نبود که کلی طالب عرب طالب کشته شده میرد. اگر دستا طالب کشته میشه یه ستا دقان و طفل و سن دیگه بیچاره کشته میشه. امیر بینی خود خودم اصرار کنیم اینم آرام از پایچه کستم و چه وقت رفت این گفتیم که برادر چرا میکشی هم وطن دیمارا این این اشتر غزی به باور کنیم اینم گفتیم بازم بطن نگیم از من پایچه کستم والا خبرت میبینم که تو مگم یکان کار شکلی دیدم حالا یه آدم تا نیست که باز بیشه وطن فروش باشه که میگم وطن میگیره برای پاکستان میده کی رو میگه؟ اشرف غنی بازه ترام نیست اینم تا چی کسو او پشتون هست مگم بازه ترام نیست که بیشه وطن فروش ببره برای پاکستان بده از این اشرف غنی که دخل می سلاوتی ربانی و پدر شدی کسی که کتش دار بسی از یه آنجا تا در پاکستان تیر کدن وقت خدا بله در پاکستان جوید ولی ماجر بودی زی پاکستان نه پشتیش به درد ما خورده نه ازبکش نه تاجکش ولی اگه درست میفرمایی درست میفرمایی مردم هم بیچاره خود ما بین خودم این خود مشکل است یک بیداد خود درست است اگر جنگ میکنه شوری بسیاری ها بیچاره ها اگر است آلم یک بود یک قنداری رو بیاد هم یک زیخان او بیدر زیگه مره که این دفعه هم بار تک کشت تو اینجا پیسه رو میگرفتی دلار رو میگرفتی چه وقت اعتراض به بلند کردی که چرا این وطندار قنداری من میکشی هیچ وقت اعتراض نکردیم خودم امید اقرار کنیم کل ما بد اشتباه خود اقرار کنیم یک دفعه به پیش ملت رسش ملت ما ملامت در ما اشتباه کردیم ما از جنوب دفاع نکردیم جنوب ما شمال دفاع نمی کردیم یا اکثر چی او خدا هست مشکل خود خود ما بله بله خارجی ها خود ما را به می جنگ مندازم بله بله علی بی بی سی صدای امریکا بود 8 میلیون در پاکستان در اون که 5 میلیون در ایران با ما گوش می دادیم حالا من هم اون مشکل هست. بله بسیار تشکر. بله یک وقت تا نشده نمیزه که در بالی دیادر پشتون ساعت چه هم امریکا رو بگیم چرا ایره میکشیم من خودم بسار میکنم ایره این کار نکدیم اشتباهی خود باید خرار کنم.
بله بسیار تشکر سو همه طور از این چی که شما فرمودین بدبختی طور از سو برادر افغانستان اشغال شده این 16 سال است در یک اشغال دوم قرار داره و یک حکومت غیر مردمی مستقر شده و یا مستقر ساختن تحمیل ساختن و همه هست و بود افغانستان به دست از اینا است کنترل به دست از اینا است حکومت سازی به دست از اینا است پول به دست از اینا است میفرستند به یمی حکومت امرار معیشت میکنند هر حزب سیاسی هر گروه به دست از اینا است امیال امریکا اگه بیای امی شورای نظار و جمعیتی اینا رو بگوی که برین در جایتان بینشینید امی اتای نور رو بگوی که بیا برادر در کابل این میجا خانه برات ساختیم این میجا باش دیگه اوش شور نخوری و یا او اختیار داره که می کار کنه که دوباره پس بره و بگه که نه من والیستم یا فرزن همی عبدالله را اگه باید داشته باشین در برابر آقای حمید کرزی در بار دوم اینا می خواستن به دور دوم برن همی جانکیری آمد برش گفت که برو در خانیت بینیش شما ندیدین که شب در میان نم ظاهری بود نه دیگه بود این معنی زیر میته که قبضه به دست دیگه کس هست کنترول به دست دیگر هست جنگ و صلح به دست دیگر ها قرار داره و یک بخش قضیه است آمدیم بالا ای که در درون همی خود اشغال ایره خوب از امریکا نمیگه که برادر شما در دستگاه دولت که هستین کلتان فساد کنین هر روز که یک نفر عارض آمد شما بدزدین شما رشوه بگیرین دروغ بگوین کار حق ناحق بسازین یا یک نفر بگوی که برو دمی خانی هر کس درای از خودت از تفنگ وردار و چورو چپاول کو اگه نکنی ما تو را میکشم امریکا خوب از غرض نگرفته همه تو که خدا انسان ها را آزاد ساخته و گفته که هر یکیتان فرض کنین آزادی عمل دارین با او که در تقدیرتان نوشته شده حکومت افغانستان هم خوب درست است که زیر سلطه ناتو یا امریکا قرار داره مگر خوب انسان ها را خونه میگه که هر انسان بگه که فاسد باش بدوز دیگه کو میتونست که وطن آباد بسازه دلشان بسوزه برای مردم منطقه بیشتر بد مردم هم از افغان ما که فکر میکنم به حد ما آدم خور هستیم به حد مخرب هستیم همین افکار دشمنان دو تعصب بدبینی چال نیرنگ دوزاد دوزی غیب چی میگه به یک حساب کلک زدن بی جای یعنی به چشم میبینیم این مطبعات فرزن همین رویدادهای اخیر افغانستان هر یکی به جان یک دیگر میخوای بزنه و در رأس قرار داشته باشه برای خود میاندیشه نه برای یکی دیگه وقتی جمعیت هم میگیم کل جمعیتی ها چون در اونجا قوزه را تشکیل کرده بقای همه در اون جمعیت نهفته است اگر نی عطای نور اگر با جمعیت ویدا بگوید تنها شوه مثل که هم گوسفند از رمه دور شوه یا یک میش امور شیر و پلنگ عمله میکنه میور دارسه اینا هر یکی در اون خود حزب خود بقای خود میبینه یا فرض کنین حزب وحدت به این منوالی دیگه احزاب برای بقای خود ای غوزه هایی که تشکیل شده ای تنظیم هایی که امروز در افغانستان فعال هستن و همه دوری از اونا یا همه کسایی که علاقه مند هستن برای بقای خود برای مزایای خود است اونا را اگه بگوین که شما برین غم فرزن پکتیا والیا را بخورین فرزن ازاره را بگوین شاید هیچ علاقه نشان نده همی آقای پیشتر یکی گفت که چرا دو بمایی که بالای عروسی افتاد نمیدانم در یک محل دیگه جنازه مردم همه طوری که بالای امی تشیه امی جنازه انفجار صورت گرفته بیشتره چی در اونجا انفجار صورت بگیره چی از بالا راکت بیفته و بم بیفته و صدها نفر شهید ساختن و خسارمند ساختن و روسی ها را به ماتم مبدل ساختن صدا هیچ کس نبرامد آقای حمید کرزی با این بهانه تا امو پیمان امنیتی را دستخط نکرد که شما عملیات شبانه دارین و امریکا و تا او را رفع نکنین و آقای صبغت الله مجددی فرار کرد افغانستان ترک گفت به این مسائل توجه کرده باشین شما یعنی بهانه از وی بود که تا عملیات خدا یا عملیات شبانی خدا قطع نکنه که تر و خشک می سوزانه مردم افکار میشه نمیدانم در اونجا کدام راز سیاسی دیگه نیفته بود چون آقای حمید کرزی جواب داده بود که دیگه بیادر خودت آدم ما نیستی او دیگه از ازمو
چی میگه درد جان خود چیغ میزن. به هر حال برمیگردیم دوستان عزیز، یک وقفه اعلانات باز هم داریم و آقای کریم نوری روز شنبه دریچه سخن برنامه‌شان است. ما یک بار تشریف میارن از نیویورک برای 3 ساعت، ساعت 1 بعد از ظهر وقت لس آنجلس و 4 شرق امریکا. برنامه دریچه سخن از آقای کریم نوری صاحب خواهد بود با ما. لطفاً با ما باشین، برمیگردیم. دیگر با شانه خمیده راه نروید. دیگر از کمردرد و قوز کردن رنج نبرید. راه حل در دستان ماست. شانه و کمر خود را به همراه 12 مگنت از درد نجات دهید. با قیمت فقط 60 دلار. آیا از زشت بودن، چاق بودن و یا درد بازوهای خود رنج میبرید؟ با کمک تسمه بازو خود را از این عذاب نجات دهید. تسمه از بین برنده چربی و شیپ دهنده بازو 40 دلار. صبر کنید. اگر در این زمان با شماره تلفن 818-917-1588 تماس بگیرید، تسمه اصلاح کننده پشت و شانه را به همراه تسمه از بین برنده چربی و شیپ دهنده بازو را لازم نیست 100 دلار بخرید. شما فقط 49 دلار بپردازید و این پکیج سلامتی را نصف قیمت در منزل خود تحویل بگیرید. این قیمت 49 دلار فقط برای پکیج کامل می باشد. 2 آیتم سلامتی در 1 پکیج استثنایی. زمزم تراول. با زمزم تراول خاطرهای خوش از سفرهای خیش به جا بگذارید. زمزم تراول با سرپرستی و مدیریت مسلکی خانم شیما خیرزاده با ارائه نوع سفرهای تجارتی، تفریحی، تکت‌های طیاره با قیمت‌های نازل، امراه با هتل‌های برگزیده و اخذ ویزا در سراسر جهان آماده خدمت به مشتریان گرامی می‌باشد. زمزم تراول افتخار دارد که خدمات دیگر را مانند انتقال پول از طریق وسترن یونیون، اخذ قرضه بانکی با شرایط مناسب نیز ارائه می دارد. زمزم تراول برای سهولت و آسودگی هرچی بیشتر شما در سفر در کنار شما می باشد. تماس با ما در شهر اسن کشور آلمان با خانم شیما خیرزاده با شماره تلفن 0177-938-7324 و تماس شد. تصادم کردید و شما مقصر نیستید. KF7 گوتاختر 7-10 سازای کارشناس و انجینیر مجرب تصادمات و سرات ارادجان. اگر شما در آمبورگ و یا تمام آلمان ضرورت به یک کارشناس تصادمات و خسارات دارید، ما به اسرع وقت به کمک شما میشتابیم و پرونده شما را به عهده میگیریم. ما از خسارات وارده بر شما دفاع نموده و مطالبه حقوق کامل شما را خواهیم داشت. کارمندان ما به مدیریت انجینیر زازی به زبانهای دری، پشتو و آلمانی مشوره های لازم به شما ارائه می دهند. آدرس ما هورنرلند شتراسه شماره 213 شهر هامبورگ، جرمنی. شما ممکن در این رمضان نیست با غذاهای دلخواهتان افطار کنید، اما آنانی را که گرسنه می‌خوابند از یاد مبرید. آنانی را که برای افطار روزه هیچ چیز برای خوردن ندارند. شما می توانید با اهدای حداقل 35 دلار همین لحظه با این افراد کمک کرده و به آنان غذا تهیه کنید. در این رمضان با ما یک جا کار کنید و به افراد مستحق کمک نمایید. همین اکنون به صفحه اینترنتی irusa.org رفته
و برای فراهم کردن غذا به یک خانواده پول اهدا کنید. موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالن، میزها و چوکی های مدرن طعام‌خوری را با قیمت های ارزان تقدیم می دارد. همچنان بهترین مبل ایتالیایی اتاق خواب بزرگ سالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان. اضافه از 200 نوشید های ظریف کریستال، میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می دارد. و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبل فروشی پلازا با قیمت‌های کاملا اقتصادی تهیه دارید. آدرس: موبل پلازا، همبرگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی. دوستان عزیز، عرض سلام و درمید. بخش اخیری پروگرام قرار داریم و چند تلفن میتونیم داشته باشیم و تبصره های شما و اوضاع ناهنجار افغانستان که یقینا رسانه های جهانی بالای افغانستان صحبت میداره. قضیه بین المللی شده، یعنی فردا یک کنفرانس صلح کشورهای بسیار مهم جهان چون چین و پاکستان و امریکا و خصوصا حکومت افغانستان و 22 کشور بسیار با اهمیت و زیدخل در قضایا در افغانستان در کابل نشست خواهد داشتند. در او کابلی که همی هفته گذشته یکی پی دیگر انفجارات بم و فیر تفنگ شنیده شد، در اونجا با هم خواهند نشستند تا صلح اعاده شد برای افغانستان که چی میگه؟ عاملین بحران و مصائب خود از این مردمی که نشست دارن امینا هستن. عقیده ما اگر اینا خواسته باشن، شما باور کنین که در طول یک هفته اگر به کلی تق و پق کم نشه از بین نره در افغانستان، یعنی امو 70-80% و ایستا افغانستان از جنگ رهایی میابه. مگر اینا دیده بدانسته افغانستان وضع را به می ترتیب نگه داشته و این بارها ما عرض کردیم. صحبت آقای جبار قهرمان به این لحاظ ما پخش کردم و انتخاب کردم که در اونجا به زخم و به بیماری اصلی مردم افغانستان و دشمن صلح و سلام و بحران افغانستان اشاره کرده بود که برو نایستاشت. حتی گفت که برادر اینا ساتلایت های امریکا، یعنی ذره ذره تا یک سوزن وقتی در افغانستان یعنی در یک جای بیفته، گفتی از اینا اونا میتونه پیگیری کنه که از دستی کی افتاد، در کجا بود، چطور بود. تکنولوژی علی به مو حد نهایی خود از لحاظ کشف و استخبار و اینا رسیده. اون خانم هاشمی گفت ما رفتیم در بگرام اونجا مطالعه کردیم و در یک صفحه تلویزیون کلان برای ما نشان داد که ما چطور افغانستان در سرویلنس خود داریم. سرویلنس و بسیار میگه جالب بودم تکنولوژی از اینا که یعنی هر بخش افغانستان حتی قریه به قریه یک سقف یا بام یک خانه را میتونه برتان نشان بده، کوتاه مختصر بسازه. حتی یک خانومی که در یک محل را میره نقش پای زور برتان میتونه میگه نشان بده. امی ترکی که آمده همش فیلم برداری شده که از کجا شروع شده، آمده از او با کجا رفته و حتی دوری که اینا میگن برای 40-45 دقیقه در یا 35 دقیقه در جلو سفارت ایران استاده و از اونجا تصمیم گرفته و به محل انفجار خود رسانده. هر کدام از او سوالاتی هست
و ای از توان یک چند نفر عادی بالا هست تا شبکه های بین المللی برای نفاق، برای تعقیب اهداف خود بحران خلق نکنه، ای مصائبه به وجود نبیاره، همینطور است. و دل از اونا هم نمی سوزه. در سیاست دل سوزی و ترحم و صاحب ای عرفا و حب و بغض شخصی هیچ را نداره. اهداف مهم است، خواسته ها و مقاصد چی سیاسی و چی اقتصادی در اونجا مطرح است که چند نفر خون پر میشه و به معتم می نشینه، برای از اونا بی تفاوت است. آیا در سوریه برای از اونا کدام تفاوتی داره؟ این معتم ای فاجعه قرن در سوریه همیال دعال جریان است. هر روز انسان حتی در اونجا فتوا داده شده توسط علمای دینی از اونجا که شما گوشت خره برای بقای خود، دامه تو که در قرآن گفته برای بقای خود، برای حیات خود، شما همه محرمات میشه حلال شو برد. یعنی به این حد فاجعه در اونجا در جریان. در عراق روزی نیست که آدم ها کشته نمیشه، در اونجا دایه شده جانی از اونه ایلاد داده. یک کشورهای دیگر از یمن گرفته تا افغانستان پرخون ساخته و با مصاحب گرفتار ساخته. از یک طرفی پکم میوزه، دکمایش در یک جای دیگه است. منطقه ازومی از اون مردم افغانستان است و عاملین داخلی از اونا هم مردم وطن فروش افغانستان، همی تنظیم ها و ازبا و اینا است. بله، سلام علیکم. سلام علیکم آجی صاحب. و علیکم سلام و رحمت الله. صحت شما خوب است؟ الحمدلله. جرمنی، اول که این روزه و نماز شما به دربار خداوند قبول، بسیار تشکر از برنامه شما که اقلا صدای مردم افغانستان از طریق برنامه مقبول شما به گوش تمام دنیا و به تمام مردم افغانستان میرسه. دومی که خداوند حزب کمونیست دیگه در افغانستان نبیاره آجی صاحب خدا، خداوند نبیاره، کلشان یک رقم هستن، نه کلبونه نه کدو، لعنت به سر هر دو. هم یک ضرب المثال است دیگه. یکی دوستا کلار عزیز ما که میگن ما مردم افغانستان اصلا اتحاد اتفاق آجی صاحب خطاب نداریم، اصلا نداریم. اگر ما اتحاد میداشتیم این کارو نمیشد. به طور مثال سه روز پیش با هامبورگ جرمنی یک مظاهره بسیار کلان بود به خاطر کمی بچه های مهاجر نکشن از افغانستان، از آلمان. باورتن می هزاران هزار افغان ها در هامبورگ زندگی میکنند، 40 نفر هم نبود، چون ما اتحاد اتفاق نداریم. و دیگر یکی دوستا میگن که پشوا و پشوا در تلویزیون ها آدم میبینن، یک ضرب مثل در بین اولاد ها سابقه ما را پدر مادر ما میگفت که باباو، شما شدیدی ها نشنید؟ بله. یا کلشان باباو هستن، از یا کلشان آدم میتست. حالا اشرف غنی پشوا کیمه؟ گفته شما صحبت شما بسیار معقول است که اگر از امریکا کسی تصمیم بگیره سبا یک نفر دیگر میه به چوکی میشینه، سبا به قدرت میشه. و وا به حال مردم افغانستان، به زن، به اولاد، به طفل، به هر ملیت مذهبی که هستن، هستن افغان هستن، از افغانستان هستن. دل ما شما برشان غصه میکنه، پرخون میشه که چرا این کار شده. وقت شما نمیگیرم، خداوند روزه و نماز شما را قبول بگردان از تمام مسلمان ها را. شام خوش، خدا حافظ آجی سید. در تشکر. خب ایره شما سراغ ببینین که مشکلات ما جوابش در کجاست، یا پرسش ها پاسخی از اون یک مسلمان در کجا میخواهد داشته باشه. پاسخی هم از این برین در قرآن مراجعه کنید. خود خداوند واضح در قرآن میفرماید که اگر شما در درون نفسای خود یک اجتماع تغییر نبیاره، تا خداوند گفته ماموری تغییر نمیتون. یعنی مسئولیت به انسان راجع میسازه که مسئولیت بپذیره برای خوشبختی و بدبختی خودی، که باز در تقدیر و که خداوند لطف خدا شامل حال بعضی میسازه و اخلاص داره به خداوند، و بخش به کلی علایدی بحث هست. مگر این که خداوند واضح میگه که تا کسایی که در نفسای خود تغییر نبیاوره، خداوند میفرمایه که من در او زندگی و حالتی از ویش تغییر نمیارم، یعنی بهبود رخ نمیده. امروز برادر ما در نفسای خود تغییر نمیاریم، یعنی بدترین آدم های بدنفسترین آدم در افغانستان زندگی میکن، چور، چپاول، دروغ، بجانزنی، آدم کشی، هر فسق و فجوره که ببینین در اجتماع افغانستان مروج جسم امروز. و هم زیر دین مقدس اسلام، زیر عنوان خدا و رسول با پیش میره. از این بد شده نمیتونم. شما را عرض کردم با خدا همونجا در اون جنازه اما علا و اکبر اگه گفت ما را گیرم که نام خداوند بزرگ یاد میشه و او شخص خود منفجر می سازه.
از این بدتر شده میتونم که به نام خدا آدم بکشه. وقتی صدای الله اکبر بزرگ بلند میشه در دل یک نفر ترحم میفته، هر بدی را که تصمیم گرفته از اون منصرف میشه. من همی دانم که مخشویی هم خوب از خود حد داره و اندازه داره و همه اتفاقات یکی پی دیگر همه تو صورت گرفته میره. بله سلام علیکم. کتاب صاحب قاضی صاحب سلام علیکم. سنگه جوری پخیر علیکم. وقتی ننیستم بیادر غمون دیر دی که اجازه تا در سیرت صاحب پا کسیتو که دو کسیتون در اجانو پا بارکی دی نور تفصیل تاور که داغ اجان چی دی دی پا مقررات نیدی خبر داغ جی پا دیر غور والی دا اعلان ما دا وزارت چی حش پا بارکی دی یه خبر دی دا والی بل جی خبر که داغ دو کسیتان دی اتمن در سیرت صاحب دا هر اجی تاور کی چی یو میشتر مخه پا وار والی دا دی حج مقررات تفصیلات دا گردو که که داغ دیزا دا اجان زی دا قبلار سی راس سی وقت انزای سی پیسی مصر سی دا په مقررات نه پوهېږي نور تفصیل یې ته ورکړئ. هر جو اوقاف دې دغه کسیټونه واخلي، هر حجي چې نوم راوختئ د سې دې دوه دانې په لاس ورکړي. داسې نه کړي چې په عیدګاه کې دی کښېنئ یو دوې دقیقې خبرې ورته وکړي او ملا د دې په ذهن کې نه کښېنئ. اوس راواخېسته دغه یوه دوې میاشتې مخه په زرو دي، خصوصا دا دوې دانې چې ما ورلې د څه په زړه کښې راوګرځېدلې چې نور هم په خبر کړو نور تفصیل یې ته ورکړه. دغه ډېر د دې دپاره پر معلوماته سېریانې دي چې سیرت صاحب په دغه کښې د حج په باره کښې دي. هغه د درې واره د غلو د را وزارت ته یو وارې شکري چرکي بیا سلطان زي سوي کړي چرکي به بیا چرسي کرځۍ پسې چوروي. دغه ته نور تفصیل هم ورکړه. دغه دوې سیریانې دي حتمن وخت په زرو دي واخې چې هر نفر ته دې ورکړي چې په غورې واوري د حجي سهی کېږي که د یقین وکړه ډېر چې ځي ولاکه کلمه یې لا سمه نه ده زانې په مقرراتو پوهېږي. د سیرت صاحب یې کور ودا دومدې علمي دومدې جامې ډک کړي دي چې د کوم خبرو دس مننه ځینې وکړو. فقط غمونه ډېر دي پر دغه باندې که ته یو تفصیل هم ورکړې چې د وزارت حج متوجه شه او دغه خلک سمې لار ته برابر کړي. ولې نه خوار څومره چې چا معلومات زیات شي هم همره ښه ده. د حج په ارتباط یو د نورو دیني مسایلو په ارتباط همدغه دین ده، د دین له خاطره یو بل وژنو. مره والا یک ترني یهود است، یک وخت د لاس انجلس گفت که ما هم خودم یهود استم و عیسویم داریم و مسلمان. در طول تاریخ قدری که به نام خدا و آدم کشته شده به نام یک حیوان کشته نشده. او خدایی که میگه همه ما را خلق کرده و بسیار دیندار یک شخص است. برای ما واقعا مغز ما را باز کرد که خدایی که میگن شما با هم دوست باشین، یک امانگی، یک اجتماع صالح، صلح و پیس و اینا داشته باشین و همی کتب آسمانی راهنماس بر انسان ها، ما او را برای آدم کشی و خوندیزی ها مو فرشته ها برای خداوند لایزال گفت که آدم خلق نکو خون میریزم. خداوند گفت من میدانم شما نمیدانین. با فرشته ها آدم با امتحان انداخت و با آدم علیه السلام. آدم علیه السلام از عقل خود کار گرفت و عقل برش داد. ولی این عقل انسان است یا خدا یا خداوند میداند؟ انسان نمیداند. مگر این عقلی که انسان داره به می عقل بیشتر بر بادی ها رو بار میاره. یک گاو دروغ نمیگه، آن چی هست همونطور هست. یک اسب یا الاغ یا حتی حیوانات درنده همه هر چیز به اندازه احتیاج خود صرف میکنه، دیگه غرض نمیگیره. هیچ وقت شما شیر سیر ندیده باشین که برای عقب یک آهو بده و یا یک شکار بده. مگر انسان هر قدر سیرتر باشه، هر قدر مقتدرتر باشه، با مو حد حس آز و حرسی از او بیشتر شده میره و آدم خودم میخوره، انسان خود از بین میبره. و شما اینا الان در افغانستان میبینی از هیچ دو میتونه بد باشه. و افغانستانی که در طول 40 سال است در جنگ با روس که نه شوروی که نمیدونم جنگ های داخلی که اینو هم و امروز باز علیه یک دیگر قرار گرفته. اینجا خب برادر گل ما پاکستان هم مقصر، طالب هم مقصر، نمیدانم امریکا کل از یار ما به باد انتقاد میگیریم. مگر در یکی سباز میرسیم که برادر گل ما خوب امریکا هم نه تفنگ در سر فرق سرت گرفته که برو بدزد و خیانت کو و دروغ بگو برای یک دیگر.
یا خود اختیار خودت هست. اجتماع یکیم فرهنگ، فرهنگ غارت، چور، چپاول، دروغ و کلک و اینا شده. ما تشویش ما برای چند نفری که میمیریم که البته خداوند فرموده که مرگ یک نفر یک ثانیه تاخیر و تقدیم نمیشه، خداوند سنجیده که از کدام مجرا و از کدام طریق انسان میمیره و باید پس با خداوند رجعت میکنه. او ازی آیات قرآن عظیم شان است. شاید همین بامی که انفجار کرده در اونجا تقدیر همینا بودن که تلف شوند و برن نزد خداوند از زمو انفجار بام، یکی از بام میفته، یکی در آب غرق میشه، یکی از یک طریق دیگه سرطان میگیریشه، یکی نمیدانم چی میشه. خب به هر حال این او است، مگر آمده بالای یک فرهنگ، یک اجتماع که سالها را میگیره تا پس دوباره او اعاده شوه، یک بدبختی را در یک اجتماع بار میاره. شما باور کنین یک وقت من بسیار علاقمند بودم که برم پس افغانستان در قریه و قصبات خود، اتا من پلانی ازی را داشتم که همه دار و ندار خود میفروشم. یک بخچگک خواد شد، یک صد هزار دلار و دو صد هزار دلار خواد شد، مال حلال من است. ایره میرم در سرخاب لوگر، اونجا یک کلینیک هم است و یک مسجد هم معمار کردیم، در مسجد عبادت میکنم و در کلینیک هم میرم صبحانه، هر کسی آمد داغوش خود میگیرم، یک زنی کهن سال دستش میبوسم، دکتر میگم زود دوای زیره. سرپرستی هم او کلینیک خودم میکنم و در او طرف کلینیک هم تقریبا در فاصله یک پنج دقیقه هدیره پدری ماست، اونجا پدر و پدرکلان ما دفن است و همه ازیر خلاصه می سازم که آخر عمرم اونجا می گذرانم و قومی و مردم قریه را شب هر شب میگم بیاین غذا براتون آماده است، نوشیجان کنین، بیاین که با هم بینشینیم و صحبت کنیم و راز دل. من پلان گذاری ما همی بود که هم یه خیر ما به مردم برسه، هم عبادت ما دارم اونجا، هم قبر و عدیری ما اونجا در جوار پدر خود دفن شو و مابای خود و در مسجد نماز و اینا و خیرسانی کنم برای قوم. و خدا شما باور کنین از اونجا همی چیزایی را که من میشنوم که به حدی این مردم آلوده شده، به حدی بد شدن، یعنی شب و روز مشتت باید همینطور باشه که کس در رویت نزن. با کلی آدم دل سرد میشه از اون اجتماعی که هر کدام برای خود و برای خواسته های خود برای دیگه دروغ میگن و با قرآن خدا و همه و انانات و اصول پشت پا میزنه. در رو تو یک اجتماع با زندگی کردن و حیات به سر بردن بسیار با زمیر انتخاب کردم که از اینجا اگر شد خودم موجودیتم لازم نیست، مگر از اینجا میتونم خدمت کنم برای مردم افغانستان. به هر حال دوستان عزیز در اینجا بسنده میشیم. آقای کریم نوری صاحب روز شنبه در ایچه سخن برنامه شان است ساعت یک بعد از ظهر روز شنبه دوم مای جون. روزه و نماز هر کدام شما را خداوند به درگاه خود مستجاب بداره. خدا کنه که ماه رمضان یک برکت بالای ما داشته باشه که رهنمون شویم برای راست. تاسی هر یو پا خدای سپارم، پا مخه کردی خدای با ما. جدیدترین قلم الکترونیک جهت تلاوت و ترجمه قرآن عظیم الشأن. تلاوت قرآن شریف با صدای اساتیدی چون الافاسی، السدیس، العجم